بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظار شما باشد. امروز جمعه هست، 20 ماه آگست سال 2021 و برابر است با 29 مرداد ماه 1400. بله، دیروز 28 مرداد بود، روزی که در تاریخ ایران به اصطلاح خاطرات سیاهی نوشته شده، از این ماجرای آتش سوزی سینما رکس گرفته تا اون ماجرای 28 مرداد در دوران دکتر مصدق و شاه. ولی هرچه بود گذشت و امروز 29 مرداد هست. از هفته قبل که ما برنامه داشتیم تا امروز اتفاقاتی افتاده که آدم واقعا نمیدونه از کجا شروع کنه و چی بگه. افغانستان سرتیتر خبرها اون قرار داره و ماجرایی که اتفاق افتاد، و بعضیا که کم اطلاع هستن فکر میکنن که بایدن این کار را انجام داد و حالا هر روز داره خبرها بیشتر و بیشتر پخش میشه که نه خیر، این کار از قبل بوده. حتی قبل از این که اشرف غنی رئیس جمهور بشه صحبتش بوده و اینها آمریکا یعنی مثل خر در گل مونده بودن. درست ماجرای ویتنام داشت اینجا براشون پیش می اومد و الان ماجرای افغانستان چنان بی‌آبرویی برای آمریکا درست کرد که میگن یه جورایی حتی اون ویتنام رو به اصطلاح از خاطره ها میبره. صفحات به اصطلاح اون ویدیوهای دلخراش رو میبینید که حتی یه جوان ورزشکاری فوتبالیست گویا رفته بود نشسته بود اونجایی که چرخ هواپیما بسته میشه، این بیچاره دیده خب یه جای بازی هست نشسته اونجا، گفت حالا یه هواپیما هم لابد بلند میشه تو همسایه ها نیم ساعت دیگه میشینه و نمیدونسته که بعد این چرخ بسته میشه میاد له و لبردش میکنه که حتی جسدش رو میگفتن قابل شناسایی نیست. چندین نفر اینجوری کشته شدن، چند نفر در اثر درگیری ها کشته شدن. ولی یه حسنی داره، تمام ما ایرانی ها مخصوصا اینهایی که دسترسی دارن به یه ویدیوی تلویزیونی میکروفون، همه شدیم متخصص افغانستان، همه تونستیم بگیم که ما چند سال پیش گفته بودیم افغانستان اینجوری میشه اونجوری میشه. دوستان شما خبر داشتید که افغانستان یه سال قبل از ایران به اصطلاح یه انقلابی توش شد، رئیس جمهور و خانواده و اینا همه رو زدن کشتن و تیربارون کردن تو خونش، بعد ماجرای روسیه اومد. روسیه وقتی اومد اونا خیلی خوشحال بودن، فکر کردن آزاد شدن و اینها، بعد با روسیه جنگیدن، بعد آمریکا اومد مجاهدین اسلامی رو علم کرد که خود خانم هیلری کلینتون چند سال پیش که وزیر امور خارجه بود میگفت ما با کسی داریم میجنگیم، با سازمانی داریم میجنگیم که خودمون درستش کردیم. حالا من تعجب میکنم که آقای بیژن خلیلی، این آقای سهیونیست یا سیهیونیست به قول خودش، میگه نه این دروغ این نوار. دوستان هر کدومتون مایل هستید برید توی گوگل خیلی ساده بنویسید هیلری کلینتون said we made Taliban, we made Al-Qaeda, we made ISIS، اون وقت میبینید درسته چیزی به نام طالبان رو اون زمان درست نکردن، مجاهدین اسلامی که وجود داشتن اینا رفتن تقویتشون کردن، اسلحه بهشون دادن، بعد طالبان و القاعده و ISIS و اینها هی اومدن و درست شدن و متولد شدن، بعد این اسلحه ها دست به دست گشت. یه نفر نوشته بود که من نمیدونم پاکستان اسلحه از کجا میاره، گفتم برید همین رو گوگل کنید ببینید بازار پاکستان، مثل تو ایران که بازار مسگرا داشتیم، بازار طلا فروشا داشتیم، بازار اسلحه سازی و بازار اسلحه فروشی داره، تق تق نشستن هر اسلحه رو بهشون میدید کپی میزنن اسلحه درست میکنن. و بعد سر همه این فسادهای طالبان و القاعده و ISIS و اینا تو پاکستانه. به همین خاطر حتی احمقی مثل ترامپ
شارلاتانی مثل ترامپ سال 2001 وقتی اینا گفتن ما میخوایم حمله کنیم به عراق و افغانستان، این گفت عراق و افغانستان چه کار هستن؟ این که از سعودی اومده، اون موقع حقیقت رو میگفت، از سعودی اومده، از پاکستان اومده، پاکستان که بمب اتم داره میترسن برن سراغش، سعودی هم که نفت داره، نفتای مجانی رو مفت میده به اینا. آقای فرهاد زمانیان سلام به شما و خیلی ممنونم که با ما هستید و بیشتر ممنونم که لطف کرده بودید یه پوستری ساخته بودید. تو ایران هم به اینا پوستر میگید، اینجا پوستر بزرگتر هست، فلایر یا این تبلیغا رو میگن فلایر. تو ایران والا ما یادمون نیست نداشتیم این چیزا، یه پولیکوپی میمد، یه نمیدونم شبنامه میمد و الی آخر. در صورت شما لطف کردین اون رو ساختید که نوشته برنامه های سوربی با مردم رو هم میتونید از یوتیوب نگاه کنید. همین الان میبینم که آقای زمانیان چیزای قشنگی درست میکنه و ایشون یه عکسی درست کرده با عکس روحانی و نوشته که حسن فریدون غنی، غنی شده با کلاهک بانک مرکزی، فقط زخم بستر داره. زخم بستر اینایی که یه مدت زیادی تو خونه میمونن از مریضی و اینها، بدنشون به اصطلاح تاول میزنه و اینها، یا به قول شیرازی ها تول میزنه و بهش میگن زخم بستر. ولی آقای زمانیان ببین عزیز من، وظیفه رهبر چی بوده؟ وظیفه آقای خامنه ای چی بوده تو این 8 سالی که خیلی ها میگن این خیانت کرده روحانی، خیلی ها میگن اصلا نابود کرد ایران، وظیفه آقای خامنه ای چی بوده؟ قرار هر وقت اینا از جاده میرن بیرون افسارشون رو بگیری بیاره تو جاده، و اگر وای نسدن قشنگ بندازتشون بیرون، همون کاری که با بنی سعد کردن تو اون دوره. میدونید آقای خمینی اون موقع بود دیگه. ببینید آقای خامنه ای هم کارش درست نیست. آقای خامنه ای، من الان به شما یه عکس نشون میدم که یه روزی گفته ما این کرونا رو خیلی بزرگ نگیرین، نمیدونم واکسن از آمریکا و انگلستان وارد نکنین. بعد 2 هفته پیش بود، حالا خودش که واکسن زد و با افتخارم اومده عکسش نشون میده، بعدم گفت که هر جوری شده به هر قیمت شده. خب این یعنی چی؟ تو آمریکا بهش میگن ویشی واشی، یعنی آدمایی که نمیدونن چی میخوان بگن. بچه دیدید یه دقیقه گریه میکنه، میگه من آب نبات میخوام، آب نبات رو میده دستش، میگه نه من بیسکویت میخوام. به اینا میگن ویشی واشی. قرار نیست رهبری مملکت، رهبری که مردم هم انتخابش نکردن، بگه من همه چی رو میدونم، بعد وقتی میرسه به جایی که باید عمل کنه نگه بعدن بگه که آره من میدونستم اینجوری میشه. آقا اگه میدونستی اینجوری میشه چرا بهشون نگفتید این کارو نکن؟ یعنی شما اگه با آقای ظریف میگفتید، با آقای روحانی میگفتید نرید اون صحبت ها رو انجام بدید، ولی اون موقع پول میخواستید، اون موقع رفتن برجام انجام دادن، پولو گرفتید. حالا اون پول آقای سلیمانی و دیگران اینجا و اونجا بردن. یکی از دوستای خوب ما گفت که به اصطلاح آقای سلیمانی قهرمان ایرانه، شما چرا اینجوری در موردش صحبت کردی؟ گفتم ما یه چیزی داریم که میگه کسی کس شأنش کم نمیشه اگه یه نفر بهش توهین کنه، و ایشون جواب خوبی به من داد، گفت که خب شما به مادر منم اگه فوش بدی هیچ اتفاقی نمیفته برای مادرم، ولی به من توهین میشه، من به دل میگیرم. دیدم درست میگه. ولی دوست عزیز، قهرمان یعنی چی؟ آقای سلیمانی قهرمان دخترش نمیدونم ماجرای ازدواج با اونا، پول این ور و زیر رو کردن، یعنی اینا با تصویب مجلس با اجازه دولت این کار کردن؟ اگر با تصویب مجلس بوده و اجازه دولت بوده چرا قایم کاری؟ اگه نبوده چرا نبوده؟ بیاین با هم صحبت کنیم. البته ایشون گفتون من برنامه شما رو نمیتونم به صورت زنده ببینم، فردا صبح وقتی صبحونه میخورم نصفی برنامه رو میبینم، بعدنم نصفی دیگرش رو میبینم. وقتی اینجوری نوشته بود من فکر کردم نوشته بود که وقتی نصف برنامه شما رو میبینم حالم به هم میخوره، این خوردن صبحانه و اینا رو.
آقای کردار هم اینجا هستن. این آقای کردار خیلی کم لطف، من دیگه میخوام گله نکنم ازش، چون هر وقت با هم صحبت میکنیم تو برنامه هم دیدید شهادت داد، گفت که میام و میگم. ما گفتیم آقا نمیخواد بیای که بگی مجبورم دو بعد از ظهر، زمان اونا با ما فرق میکنه، 11 صبح بشینم بگم کار دارم. آقا امروز کار داری، وقتی برمیگردی دیدی تو خیابون که هستید چقدر خوابتون میاد، همچین به خونه که میرسی خواب از کلت میپره. فکر کنم شادی دیدن همسر و فرزنده و نوه و همین که سالم برگشتید خونه خواب رو از سرتون میپرونه. اون موقعی که خواب از سرت پریده در باره چیزی که فکر میکردی بیا یه چند دقیقه صحبت کن، پیام بذار. پیامگیر ما اونی که شماره 202 هست، اینو یادداشت کنید، هم صدا رو بهتر میگیره هم ما اینجا بهتر میتونیم پخش کنیم، چون از اسپیکر به این بزرگی، بارها نشون دادم، اسپیکر به این بزرگی میتونیم پخشش کنیم. اوکی؟ ولی حالا شما نگاه کنید، یه خانمی بنده خدا ساعت 1:45 پیغام گذاشته. خب وقتی خانوادت خوابن میخوای یواش صحبت کنی و اینها، اینجوری میشه. نگاه کنید دوستان، حالا من این شماره رو دارم زنگ میزنم، ولی نمیدونم، میگه اینا تکست مسیج هست، شما گوش کنید 1:43 خیلی ها 1:43 من براتون یه بار گفتم، من تو 2 شعر هادی خورسندی رو خوندم که ای وای بر من که جمعه‌م یه شنبه شد، نونم شد برد، آبم شد واتر، فلان اینها، تو 2 حالا نگاه کنید 1:43 خب ما میخوایم خیلی نایس باشیم با دوستان، میایم گوش میدیم ولی چیزی شنیده نمیشه. من اینو میزنم، این پیام بیاد، ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. اینجا اینم میزنم، میزنمش رو اسپیکر، یعنی داره میخونه. آه نگاه کنید، این یه صدایی هم اومد و ببینید وقتی یه نفر داره گوش میده ولی هیچ اتفاقی نمیفته، این انتظار، میگن انتظار آدمو میکشه. ببینید الان 15 گذشت، من اینو گرفتم درست روبروی این میکروفون. اصلا صدایی نیست، فقط یکی دو بار خیلی نامفهوم اشرف غنی من شنیدم توش. حالا این دوستون افغانیه یا ایرانیه اینا نمیدونم. خب دوستان عزیز، اگر لطف کنید برنامه ها رو با دوستان خودتونم شیر کنید، ازتون ممنون میشم. آقای اکبر شیرازی، کشتی ما را ها، یه روز اکبر اکبری هستی، یه روز اکبر شیرازی هستی، از بس که اذیت میکنی هی میکننت بیرون. این خانم هنوز داره حرف میزنه. اصلا قابل چیز نیست. بله، اینجا ایشون نوشته، آقای شیرازی نوشته از 28 مرداد گفتید، هنوزم شاه اللهی ها نمیخوان قبول کنن. آقا اینه که شما میدونی، میگن کسی که خوابه شما میتونی یه تکونش بدی، یه صدای بلند ایجاد کنی بیدار میشه، ولی کسی که خودشو زده به خواب داره اکت میکنه، یعنی نمایش میده که خوابه، شما هرچی میخوای تکونش بده. ما بعض وقتا بچه هامون نوه هامون این کارو میکنن دیگه، میاد مثلا ما خودمون میزنیم به خواب، اونا هم دیگه ماشاءالله چقدر این روزا باهوش شدن، دیگه کم مونده مداد تو چشم و تو دماغ تو اینا بکنه تا یا بخندی یا بگی بابا کورم نکنی بیدارم. اینا خودشون رو زدن به خواب. میگم آقای بیژن خلیلی، این چون 2-3 تلویزیون برنامه داره، از تلویزیون اندیشه گرفته تا چپ و راست تو تلویزیون کانال 1 بیاد، و این میگه که به اصطلاح اسرائیل اینجور اونجور، اصلا قبول نداره کتاب تورات خودشون رو قبول نداره. بعد نقل این که گفتن ما بریم یه جایی داشته باشیم، میگم آقا شما خدا تو کتابتون گفته شما قوم سرگردان باید باشید، حالا شما میگید ما قوم برگزیده هستیم. شیرازی ها وقتا میگفتن به او گزید، من نمیدونم از کجا میومد، اینو برای دست نماز میگفتن، میگفتن آخه این چه نمازیه که
به یه بادی به اصطلاح دست نمازش باطل میشه و فلان اینا بماند. من امروز دو تا مهمون دارم، یکیش ساعت 3 شما رو میبرم آریزونا. این شخص خیلی آدم جالبیه، توی انگلیسی بهش میگن controversial یعنی بحث برانگیزه. بعد ساعت 3:30 آقای فرزاد نیساری میاد که مدتم نبود، من گفتم حتما رفته ایران این دنباله تظاهرات و اعتصابات یه ماه و اینا رو ترتیبش بده تموم کنه. البته خب از اون ورم میدونیم احتمالا تو اروپا آگست تعطیلات، دیدین وزیرای اشرف غنی با هر کدومش صحبت میکنه میگه آقا جان من که نبودم، من رفته بودم به تعطیلات با همسر با فرزند بودم، انقلاب شد فلان شد. خود اشرف غنی هم مردکه اول گفتن که در رفته، بعد گفتن توی فیسبوکش نوشته من برای که خونریزی نشه، درست همون حرفای احمقانه شاه، برای که خونریزی نشه رفتم. بعدن یه نوار داد، میدونید آدم دروغگو کم حافظن، گفت قرار بوده من را بکشن، برای جون من توطئه کردن. مردک روزی که میای میشی رئیس جمهور، تو هر آن منتظر به اصطلاح ممکنه بکشنت، پس دیگه فرار کردن نداره. و اون کسی که میشه رهبر یه مملکت، ای نمیخوام از دماغ کسی خون بیاد، فقط تو ساواک شکنجه کنم، فقط تو وزارت اطلاعات شکنجه کنم، این جواب خوبی نیست. در اصل با دو نفر امروز مصاحبه میکنه، ببینیم چه خواهد شد. ایرج مصداقی را به خاطر دستگیری حمید نوری میگوین تنها دلاور ایران زمین، ولی این مجاهد مخفی است. آقای زمانیان اذیت نکن. مثل که من بعض وقتا به دوستان میگم آقا شما دوربین داری، همچین که مثلا من میام میشینم یه جایی که نمیخوام تلفن بزنم، شما زنگ میزنی مجبورم. شما فکر کنم یه دستگاهی داری که مغز منو میخونی و نوشته های من رو میخونی. آقای مصداقی و اون یکی کاوو بگید دیگه، موسوی، کاوه موسوی، با هم دعواشون شده. یه شعری بود اون وقتا میگفتن که دو نفر دزد خری دزدیدن، که بعدن بعضیا گفتن این نباید اسمش دو نفر دزد باشه، این حقیقتاً سه نفر دزد هست. حالا ماجرای مصداقی و بهبهانی و کاوه موسوی، این ماجرای سه نفر دزده. این بهبهانی بدبخت تیمور لنگ باسن تیوی که بلند شده رفته اونجا، یه شهرتی یه محبوبیتی، دو تای دیگه پیدا بشن برنامه بگیرن، این اموراتش بگذره که اونجا تنبونش کشید پایین، هنوز دارن به اصطلاح چی میکنن. خیلی ها میگن نه این کار مهمی نبوده، مخصوصا برای مجاهدین، مجاهدینی که میره زن ایره میگیره، زن اونو میگیره، حالا این دلش خواسته کنه خودشه، کشیده پایین کف خیابون. بعد بعضی ها میگن میخواسته بره دستشویی، این خودشو نمیتونه بگیره. نه اینجوری نیست، حالا درسته 70 سالشه، نمیدونم 60 و چند سالشه، ولی این یه رسمیه که توی کشورهای غربی، توی آمریکا این کارو میکنن. بعضی وقتا خانما سینه‌شون رو نشون میدن، آقایون باسنشون رو نشون میدن، به حتی به یکیش میگن مون، مون یعنی ما، به اون یکی هم میگن فلش، مثل فلش عکاسی و اینا. خب ایرج مصداقی و کاوه موسوی، ایرج مصداقی ببینید این بدبخت که چیزی نداره، شما خودتونو بذارید جای اینا، یه عمر رفته فکر کرده بیشتر از همه میدونه، میخواد تازه بره حق و آزادی اونا رو هم بگیره، بیاد بعد دیده ای بابا اشتباه کرده، به یه چیزی آویزون بوده، مثل این بدبختایی که سوار آویزون شدن به هواپیمای آمریکایی افتادن. ایرج مصداقی رو شما یه همچین کسی حساب کنید که این آویزون شد به هواپیمای مجاهدین، میدونید سخنگوشون بود، یعنی مثل مداح میگن تبلیغ میکردیم، ور حرف میزد فلان اینا، همه عمرش حرف زده، حالا بعدن اومد دید دنیا اینی که فکر میکنه نیست، ولی هیچ چیزی بلد نیست جز حرف زدن. خب حتی کاوه موسوی برید نوارشو پیدا کنید، میگی بهش گفتم آقا تو تحصیلات دانشگاهی هم نداری و تو این کاری که داری میکنی با این چیزایی که میگی، دادگاه اگه این حرفا رو بشنوه که تو خودت داری میگی ما با کلک اینا آوردیم، با دروغ اینا آوردیم،
بعدن دادگاه میگه همچین کسی رو شما نمیتونی، شما نمیتونی به سوربی بگی که بیا من مثلا به تو اینقدر پول میدم برو آدم بکش، بعد سوربی رو بگیری بگی من برای که خواست پول از این ماجرایی که کاوه موسوی، حالا خود کاوه موسوی هم نه قاضیه نه وکیله، اونم یک کلاش دیگه است. برید سابقه اونم بخونید ببینید تو سوء استفاده هایی که کرده. و این آقا یه زمانی نمیدونم میخواست اسلحه بفروشه به ایران، نفت بفروشه. یه آقای هست تو کالیفرنیا، این آقای فامیلیش هم چی قرانی مقرره، آفتابه اتوماتیک درست کرده بود. این یه زمانی بلند شده بود رفته بود ایران معامله کنه، بعد که باهاش معامله نکرده بودن برگشت شد ضد آخوندا ناصری هم چیزی خودتون میشناسینش. اومده بود یه مدت هم دور رضا پهلوی بود، بعد دید رضا پهلوی محلش نمیذاره، دشمن رضا پهلوی شد و الی آخر. ببینیم آقای کردار چی میگه. آقای کردار این کار نکنه عزیز من، در حین برنامه پیام میذاری و برنامه ما میریزه به هم. ما گفتیم شما قبلش بگو حرفتو بزن تا ما اونو در یه جایی بنویسیم و با هم صحبت کنیم در اون مورد. پس ساعت 3 منتظر یک مهمانی باشید از آریزونا. این رو حتما تو تلویزیون های دیگه دیدید، از تلویزیون ایران اینترنشنال گرفته تا خودش طرف تلویزیون داره، ولی من برای اولین بار تو تلویزیون مردم میخوام باهاش مصاحبه کنم و به قول دوستان روی این صندلی داغ بنشانیم ایشان رو. ما نگاهی میکنیم به صفحه اول روزنامه های ایران. متاسفانه چون برنامه من جمعه هست و روزنامه های ایران جمعه چاپ نمیشه، چیز بی خودیه، پس این کار رو نمی کنیم. به جاش صحبت آقای مسعود کردار رو گوش میدیم، ببینیم ایشون چی میگه، نظرش درباره اتفاقات جریانات اخیر یا ایران، یو اس، کانادا، افغانستان، فرانسه، اینا چی هست؟ صبح بخیر آقای سردی، مسعود کردار، روزتون خوش. خواستم سریع عرض کنم که این خاطرات جعفر شفیع‌زاده رو که هرکی میخونه متوجه میشه که این آقا چقدر جنایت ها کرده و برنامه رو همه رو خودش گفته، یا آدم 3-4 کلاس درس خونده و پشتش هم همیشه این آمریکایی‌ها بودن از اول تا آخرش. و وقتی این کتاب تموم میشه میگه دارم میرم آمریکا یا کانادا، به احتمال قوی چون آمریکا یا پشتش بودن برگشته آمریکا. هیچ کس هم کارش نداشته به عنوان کسی که این همه جنایتایی کرده که یک صدام این باشه میشه هیتلر، میگیرن به درش هم در میارن. ولی این آقا آزاد بوده، حالا اومده باز آمریکا، اینطور که اون راوی نویسنده اعلان کرده تو آمریکا هم حتما باز اینو تو آب نمک خوابوندن برای آدمکشی‌های بعد، هر موقعی که جمهوری اسلامی و اربابانشون لازم دارن از این آقا حتما استفاده میکنن 100%. و تو این کتاب اگه دقت کرده باشین هموطن هم خونده باشن چقدر قتل‌های قلابی درست کرده بودن جز کارهای به اصطلاح آموزشی این آقا در سوریه و پیش قذافی این حرفا. من یادم میاد که وقتی این آقای قاسم سلیمانی گفتن کشته شد، فردای اون روز روی یوتیوب خبرگزاری اوکراین اعلان کرد این آقا کشته نشده، در روسیه یا یکی از این کشورهای این دورورا داره الان زندگی میکنه. و بعد از اون یه هفته بعد دیدیم که هواپیمای اوکراینی رو به عمد زدن. اینا همه به هم ربط داره. امیدوارم یه خورده اگه وقت دارین راجع به مسائل اینا رو باز کنید و بیشتر آگاهشیم راجع به این مسائل. روزتون بخیر، آرزو دارم که بهترین ها رو برای شما و بینندگانتون. بسیار ممنونم. حتما دوستان هم الان با من هم عقیده خواهند بود که این نوع پیام گذاشتن مسیر برنامه رو عوض میکنه. اون کتابی که شما چند هفته پیش فرستادی و من نگاه کردم، اولین اشکالش این بود که راوی چنان گفت، وقتا یه چی بود میگفت راویانه نمیدونم فلان این را میگوین، این راوی چنان گفت، مثل این آخوندا دیدی نقل است از امام جعفر که امام جعفر یه روز صبح بلند شد گفت که 1000 تا کله پاچه بدید به فلانیا. این همون حدیث نقل هست و اینا رو بریزید تو سطل آشکا. حالا این آقا را من نمیشناسم، احتمالا همونی که شما میگید با آقای خمینی بوده و جز محافظینش بوده و اینها. ولی اگه شما یه پیامی گذاشته بودید، مثلا من اینو قبلا گرفته بودم، در این رابطه میام 5 دقیقه 10 دقیقه تحقیق میکنم، چند تا عکس میارم و با هم نگاه میکنیم، اون موقع یه برنامه خوبی
میشه. درسته که حالا ما گپی خودمونی داریم و از هر دری سخنی، ولی به نظر من ماها میتونیم برنامه‌های بهتری درست کنیم. ممنون و متشکرم. آقای شهرام همایون شنیدم که دوباره اومده 500 هزار دلار میخواد جمع کنه. یه همشهری ما هم هست، یه مهندس بیچاره هست، به غیر از این که خیلی برای این کار میکنه، گفته اگر 50 نفر حاضر بشن نفری 10,000 دلار بدن که بشه 500,000 دلار، من هم میام 10,000 دلار میدم. ولی اینا حتی یک عدد، یک حساب سرانگشتی بلد نیستن که شما اگه 50 نفر میخوای که 10,000 دلار بدن، یعنی شما اگه یکیش هستی 49 نفر دیگه میخوای، دو تای دیگه هم فوری میگن ما میدیم، چون اطمینان دارن همچین پولی جمع نخواهد شد. ولی نمیدونم دیگه، بالاخره شهرام همایون دو روز عمرشو با رفتن اجیپت یا مصر تلف میکنه، دو روز نمیدونم داروهایی که زنش درست میکنه میفروشه فلان اینها، ولی بعد که برمیگردن میبینی نوشته 30,000 دلار کمیه این ماه. من نمیدونم آقا شما این پولا رو چرا میدید به ستلایت، وقتی که باور دارید ستلایت تو ایران پارازیت میذارن، وقتی که باور دارید الان هر ایرانی 2-3 تلفن دستشه و از طریق تلفن میشه حتی حکومت رو عوض کرد، همون جوری که اون بهار چیز این کارو کرد، بهار عربی با تبلت و با حالا خانم مسیح علی نژاد هم اسم برنامهش گذاشته تبلت، برای همینه که اون پسره با تبلت این کارو کرد. خب دوستان، چرا به دوستانی که کلیمی هستن، جویش هستن، میگن کلیمی، میگن یهودی، میگن جهود؟ چرا یه چی نیست فقط بگن مسلمون مثلا میگن برای اینا، یا میگن مسیحی، ولی چرا کلیمی ها چند تا اسم مختلف دارن؟ کلیمی، یهودی، جهود و الی آخر. اینو من میدونم، بعدا براتون توضیح میدم، ولی اجازه بدین چون همین یک شنبهی که میاد، امروز 22 یه برنامه هست که آقای امیر حسین لادن، چون شما احوال ایشون را از من میپرسید، ایشون یه چند مدتی شدیدن کارایی دارن که باید اون کارا رو انجام بدن و به همین خاطر با ما نخواهند بود. ولی یک شنبه یه برنامه هست که من الان اینجا بهتون نشون میدم، اجازه بدین بیام توی این، ببینید کامرای دو، این رو هم سلکت ایریا اینجوری اندازه کنم. خیلی خوشحالم که دوستان در اندیشکده این کارا رو خیلی قشنگ انجام میدن، حالا یا با فوتوشاپ هست یا با اون یکی دیگه چی هست، چی پوینت برنامه ساز و این هرچی، اندیشکده آگاهی و شناخت، امید به فردای بهتر، راهی به سوی آینده ایران، زمان 2 بعد از ظهر یک شنبه 22 آگوست 2021 به وقت شرق آمریکا. این چیزش هم گذاشتن، من روی فیسبوک هم خواهم گذاشت بعد از برنامه، که هر کی میخواد میتونه به اصطلاح بیاد. این آزاده، این جلسه عمومی است و سخنرانی آقای امیر حسین لادن، ایشون پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی هستند. معرفی سخنران توسط آقای اردشیر لطفعلیان، دبیر بنیاد دماوند. آقای اردشیر لطفعلیان نه تنها توی این منطقه که توی دنیا به اصطلاح خیلی سرشناس هست. حتما اگر یک شنبه وقت داشتید این برنامه رو نگاه کنید. من سعی میکنم این برنامه رو از طریق تلویزیون مردم مستقیم نشون بدم. اگه یه وقت کاری پیش آمد نتونستم اینجا باشم، سعی میکنم این برنامه رو ضبط شده شو از یا بنیاد دماوند یا از اندیشکده بگیرم و برای شما پخش کنم. ولی بهترین کار اینه که از طریق زوم خودتون مستقیما، این آدرس و اینا یکم اینجا کوچولو هست ولی با کلیک کردن روش به اصطلاح بزرگ میشه، وصل میشه. ضمناً روی وبسایتشون هم هست احیانا که
که وبسایت اندیشکده من فکر کردم صفحه اول اینجا که لینک میذارن هم احتمالاً باید باشه و این ویدیو حالا میاد شروع میکنه اونو نمیخوایم نیذاشتن اینجا ولی همون آدرس زوم و اینا هست من روی فیسبوک قرار میدم شما هم اگه خواستید ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا نیویورک واشنگتن و آقای اکبر شیرازی میگه که این خانم که تلفن زده صداش نمیاد شاید اون خانمی هست که مریض بود کمک میخواست نه شماره تلفنش میخواد حالا زنگ بزنم اصلا شاید حالا خب مانی کجا بودی آقای خورسندی بذارید من زنگ بزنم به این خانم ببینم جواب میده ولی بعضی از این تلفن ها یه شمارهایی هست که الان ما نمیخوایم بگیم اینجا این شماره 760 اون موقع شماره فیشی بود قلابی بود نه این شماره از ایران نبود اون خانم که شما میگی اسمش هم بود یا زهره صفایی یا زهرا صفایی اون نبود بله بله آقای شیرازی در پاسخ آقای کردار میگن که جعفر شفیع زاده همش خالی میبنده من 10 بار The text now subscriber you are trying to reach is not available. Please leave your message after the tone. سلام من سوربی هستم از تلویزیون مردم خدمتتون زنگ میزنم یه بار دیگه هم قبلا تماس گرفتم پیغام گذاشتم پیامی که شما گذاشتید من امروز در برنامه پخش کردم نه قابل شنیدن بود نه قابل فهم بود نه قابل پخش بود در اساس شما لطف کنید این بار به شماره تلفن تلویزیون مردم زنگ بزنید 202-695-2573 202-695-2573 سوربی از تلویزیون مردم دوستان یاد گرفتید چجوری پیام میذارن؟ اول میگن من کی هستم دوم شماره تلفنشونو میذارن خیلی شمرده بتونید انگلیسی و فارسی بگید خیلی بهتره چون 9 و 2 اشتباه میشه وقتی میدونید اینا رو با فارسی بگیم اون اشتباه ها هم کم میشه آقای لطیف زمانی میگه آقا سلام حال شما حالم خوبه من میترسم دیگه به این و اون بگم حال شما چطوره میترسم حالشون بد باشه به من بگن و من نتونم کاری انجام بدم به همین خاطر میگم امیدوارم حالتون خوب باشه یعنی اگه بدم بود من نمیتونم برات کاری انجام بدم خودت فکر خودت باش Good to see you after long time wish you the best آقا after long time خب شما نبودی من که اینجا هر روز تو قطی هم هر روز که نه هفته یه بار میام اگه شما اون روز تصادفاً کار داشته باشی فرداش میتونی باز ما رو توی قطی توی این شیشه ببینی آقای خورسندی میگه که مسافرت بودم امیدوارم که آقای خورسندی مسافرت بهت خوش گذشته باشه اگه دوست داشته باشی خاطراتی چیزی میخوای تعریف کنی بیا و بگو میگه شهرام اصلانی که با حمید شبخیز کار میکرد خودش گفت شهرام همایون را در لاس وگاس در حال قمار دیده در کازینو آقا جون هیچ اشکالی نداره کازینو رو ساختن که آدما برن اونجا باور کنید خود من وقتی میرم کازینو به هر دلیلی یا باید یه نفر رو ببرم یا مهمون دارم به هر دلیلی 10 دلار یا 20 دلار میذارم تو این جیبم اینو اگه باختم دیگه اگه خدا هم بیاد پایین من دست تو جیب اینوری نمیکنم این برای بازی سرگرمیه برای که این چراغا روشن بشه حالا گیرم که خودتون یکم فکر کنید این شهرام همایون که همش جلو دوربین نشسته بدبخت برنامه شماره 3 فقط یوتیوبیا میتونن بیان برنامه شماره 2 فقط خودیا میتونن بیان برنامه شماره 1 فقط نخودیای کوچولو میتونن بیان تو این کی میره لاس وگاس حالا گیرم بره لاس وگاس بره قمار کنه آقا شما بهش پول دادی دفعه قبل قول داد یه کاری انجام بده نداد این دفعه بهش نده همین آقای شهرام اصلانی من ویدیوهاش رو تو برنامه آقای شاهین هم دیدم اتفاقا میخوام بگم به شاهین این کار بی خود انجام نده من از امروز صبح ویدیو شاهین رو گذاشتم ویدیو جدیدش مجانی برای این و اون به اصطلاح به قول معروف ببخشید سواری مجانی به این و اون نده آقای شهرام اصلانی همه این تلویزیون ها رو دور زده
آقا تو رفتی با علیرضا امیرقاسمی دیدی بده، رفتی با همایون دیدی بده، رفتی با حمید شبخیز دیدی بده، حالا هم شانس آوردی یه برنامه‌ای رو داری تلویزیون یوتیوب مجانی نمیدونم این، خب برو جونتو بکن دیگه. مثلا میاد میگه کنسرت گذاشتن دوباره، آقا مردم پول ندارن، شما کنسرت گذاشتی $100 توی ترکیه، مردک تو نرو. اون کسی که بلند میشه از ایران میره ترکیه برای کنسرت، اون $100 رو داره، چون از ایرانی ها دزدیده خورده برده. حالا تو میخوای به یه آدم دزد و کسی که مال مردم خورده و برده بهش کمک کنی، اون $100 رو نده به یه دزد دیگه ای؟ حالا اون دزد دیگه کیه؟ 2 سال این خواننده ها بدبخت ها مرتضی تعریف میکرد، حتی بعضی ها سازشون رو فروختن، حالا خب شلوارشون رو نفروختن، شاید هم بهبانی میخواسته شلوارش رو تو سوئد بفروشه. در هر صورت آقا بلیت $100 نرو، من خودم کنسرتی که بالای $30 باشه نمیرم، و الان چندین ساله که کنسرت نمیرم، از روزی که به جایی که خواننده میکروفون رو بگیره دستش، میگیره دستش ولی میکنه به طرف مردم میگه شما بخونین، چون شما احمقین پول دادید اومدید که من بخونم، من دوباره میندازم توپ و توم زمین شما، شما بخونید، نمیرم. از روزی که شما میری 4 نفر میان جلوت وای میسن میرقصن، این اگه موقعی که پول زیاد دادی نشستی جلو که مثلا فلان خواننده رو ببینی، به جای فلان خواننده چون اینا رو میبینی که فرقی هم نمیکنه با صورت اونا. خب یا اینکه 2 نفر اون پشت سرت هی صندلی رو لگد میزنن، هی تکون میخورن، ها حالا مثلا یکیش طلاق گرفته داره گریه میکنه، ما این داره میخونه، یکیش نمیدونم میخواد شوهر کنه، هی یا یه احمق دیگه تمام مدت برنامه پسر ایرج اومده اینجا. این خیلی بده، اینا که پسر ایرج نمیدونم پسر خواهر فرزان فلان اینجا بدبخت ها هیچوقت معروف نمیشه، الان اسمش یادم نیست، اومده اینجا هی احمق لاتی داد میزنه پرنده پرنده، منم گفتم پرنده برای این آقای چرنده، چرنده دیگه واقعا. اوکی خب آقا سلام، اوکی این خوندم. خب میخواد $500,000 رو در بیاره، آقا در بیاره، میلیون در بیاره. توی آمریکا اصلا اینجا بهش میگن land of opportunity، که البته کانادا خیلی بهتر از آمریکاست. در بیارن، مگه جوون نیومده اینجا بعد از 3 سال میلیونه شده میلیاردر شده؟ ولی اونا فوری خودشون از ایرانی ها میکشن جدا، یعنی میکشن کنار. این ماجرای $500,000 در بردن، طرف میگه من مایی $60,000 خرجمه. خب $60,000 میشه سالی 720,000 دلار. اون از شما $500,000 در بیاری، $500,000 میشه پول 9 ماه، 9 تا 6 تا تازه میشه 54 تا، یا میشه 8 ماه، 8 تا 6 تا 48 تا. اوکی خب که چی بشه آقای همایون؟ مردک از اینجا بلند شدی کوفتی رفتی مصر، بعد تو مصر میگی من به شما قول میدم که رضا پهلوی میاد ایران؟ آقا از کجا قول میدی؟ حالا ننت که مرده دیگه آدم نمیتونه یه چیزی بگه، بابات که مرده اون وقتا میگفتن از تو قبر بابات میاری، از تو قبر ننت میاری، از کجا قول میدی؟ این مرده که نمیخواد تکون بخوره، رضا پهلوی رفته اون ور آب، چون اون ور آب 2 تا کازینوه تو ویرجینیا، چون مذهبی هستن ما کازینو نداریم، اگه میخوای بری کازینو یا باید بری وست ویرجینیا که مش داتیای عقب افتاده هستن، یا باید بری مریلند که اونا گفتن آقا اینا که قمار میکنن بالاخره ولشون کنی میرن زیر چیز سقاب میریزن. من یادمه یه دوستی داشتیم خدا بیامرزش، هنری فوت شد، این هنری ارمنی بود و میگفت که هر کی میخواد بره قمارخونه، من قمارخونه بلدم، اینجا که میخواین برین شما یخدونتون رو میارین، آبجو و اینا هم گرون نیست، خودتون آبجو، فقط مثلا یه دد مثل باغ بود میرفتن قمار میکردن، یه نفرم تلکه میگرفت براشون آبگوش درست میکرد و مشروب و فلان اینا، همینجوره هر چیزی رو که شما قاچاق کنی به اصطلاح مردم ولعشون طمعشون یا خواستشون برای اون زیادتر میشه. اینم از این، خیلی ممنون دوستان. بله اینم از این. ما هنوز خب آقای امیر حسین لادن رو گفتم، یک شنبه 22 آگست برنامه اون فلایرشون هم روی فیسبوک قرار میدم که برید و نگاهی به صفحه اول روزنامه‌های ایران رو بعدن که نوشتم فکر کردم فایده‌ای نداره، مهمان ساعت 3 ما یعنی 17 دقیقه دیگه رو فراموش نکنید.
و اونایی که میگفتید آقا تونس آزاد شد چرا ما نشدیم، تونس ما نتونستیم، خیلی ها یادتونه که این چند سال اخیر مخصوصا چوب افغانستان رو تو سر خانمای ایران میزدن. افغانستان انتخاب آزاد داره، آزادی پوشش داره، حضور زنان در استادیوم داره، چرا ایران نتونست؟ دوستان انتخابات آزاد افغانستان 40-50 میلیونی، کمتر از 1 میلیون نفر رأی دادن، رئیس جمهورشون با 700 هزار تا رأی رفت تو، و این رئیس جمهور چون دو ملیتیه، پاسپورت آمریکایی داره پاسپورت افغانی هم داره، اینا دلشون به افغانستان نیست. من همیشه گفتم ای کاش سوربی روزی که میخواد پاسپورت آمریکایی بگیره، آقای خورسندی میخواد پاسپورت کانادایی بگیره، بهش بگن که پاسپورت کانادایی این، پاسپورت ایرانی تو بده ما پاره کنیم بریزیم دور. یک وقتا بوب نگاه اش، یکی خدا یکی، ملت یکی، پاسپورت یکی و الی آخر. این دو پاسپورتی چند پاسپورتی یه جورایی به طرف شما نمیتونی بیشتر از 50%، ماکسیموم 50%، یعنی سوربی اگه دو تا پاسپورت داشته باشه این 50% بیشتر آمریکایی نیست. ای کاش اینجوریش کنن، بگن آقا 4 تا پاسپورت داری شما 25%. یادتونه این دوستای ترامپ گرفتن، یکیش 15 تا پاسپورت داشت، 15 تا پاسپورت. خب این به هر ملیتی میتونه خودشو آویزون کنه. خب کلمه یهودی پرسیدم چرا میگن یهودی، از همون کلمه یهودا اومده و به بعضیا میگن یهودی، یعنی اینا به یهودا باور دارن، یهوه فکر کنم، کلمی به خاطر حضرت موسی که اسمش کلام الله بوده. خیلی جالبه، طرف تیزبونی حرف میزنه بهش میگن کلام الله، درست عینی هست که میگن کچله بهش میگن زلفلی، نمیدونم کوره بهش میگن چراغ علی، حضرت موسی هم تو بیا بریم بخونمون اینجوری حرف میزده، بهش میگن کلیمی کلام الله. و جهود که بهشون میگن، جهود از کلمه جهاد و کوشش میاد که توی اون ماشاءالله خیلی خوبه، توی کوشش کردن و کلا سر مردم گذاشتن و بانک درست کردن و نزول گرفتن و جنس درست کردن و تعطیلی درست کردن، انداختن به تمام ادیان دیگه، ولی خودشون نه کادو میخرن نه کادو میدن. روزی هم که جشن میگیرن برای 13 سالگی و 16 سالگی پول به هم دیگه میدن. 16 سالش شده پسر، جشن بزرگی براش میگیرن، یه سری پول بهش میدن، فوری میگن آقا برو دکون تو بخر بشین اونجا، دانشگاه هم نرفتی نرو، ما انقدر انشتین و اینا داشتیم اونا حرفای شما رو زدن، کارهای شما رو کردن. ویدیوی جدید شاهین اینجا نوشتم، از امروز صبح گذاشتم توی پلیلیست، میتونید ببینید به ترتیب اینجا پخش میشه. ویدیوی جدید آقای حسن ارشاد هم آمد، شماره 397، و اون رو هم میتونید بعد از برنامه من تماشا کنید. و اما برکار و نازک کار آقای پتیک یه عکسی برای من فرستاد، چند تا عکس فرستاده بود، میگه آقا من میرم یه جا کار میکنم، از که میام فردا که میرم میبینم یه برکاری آمده چند تا سوراخ اونجا درست کرده، دوباره من مجبورم سوراخ ها رو پر کنم. گفتم آقا مدینه گفتی یا کردی کبابم یا نمک ریختی روی زخم کهنه ما. ما تو ایران که بودیم خب حقوق دبیری که به جایی نمیرسه، میرفتی حقوق دبیری ماهی 3000 تومان 4000 تومان برای اینکه بیمه داشته باشی، یه آب باریکی باشه، بعد هر کسی یه کاری انجام میداد. حالا من 2-3 تا کار انجام میدادم و از همینم، یه دفعه جوان بودم خونه نو خریدم، ماشین خریدم، پول داشتم، از وضع خوب و پولداری و فلان اینا ول کردیم، همه چیز رو اومدیم آمریکا، اینجا شروع کردیم با ساعت 8 دلار رانندگی کردن که خیلی هم افتخار میکنم. نه من افتخار میکنم، همین که بچه هام میاد هم میشه میپرسه بابا احتیاج نداری به پول، میگم نه، دست میندازه گردنم بغلم میکنه میگه ما ممنونیم که شما اینقدر زحمت کشیدید که ما 9 سال اینجا بریم دانشگاه و یک پنی بدهکار نباشیم. وقتی که آمریکایی میاد بیرون 200,000 دلار 300,000 دلار بدهکاره. خب ما توی ایران با دوستمون آقای بهروز قاسمزاده یه مغازه‌ای باز کرده بودیم همون نزدیک خونه این آقای اکبری، ایشون 8 متری جاوید و اینا بوده، سر چهارراه اصلاح‌نژاد این و اون اوتو جنوب بود، نه اون دفعه اسمش یادم نمیاد، آقا هم یادم حاجی سامپینگ، بچه‌هاش هم 2-3 تا بچه‌ش اونجا بوده. بله، و بغل اون مغازه شوهرمه من بود که وقتی بازنشست شد نجاری، مغازه‌ای نه آب داشت نه برق داشت هیچی نداشت. وقتی ما گرفتیم ازش
اون صاحب مغازه هم مرده بود، زن و بچهش به اصطلاح گفتن باشه شما میتونین بیاین اینجا، میگن take over the لیز مثلا، قرارداد شما بگیرین، نه یه با یه نرخ خیلی کمی بهشون گفتیم با ما دوتامون دبیر هستیم، ما عرض تا عرض اگه بتونیم میان، ولی اگه یه جای کار باشیم نمیمادیم، نشستیم و درستش کردیم، کاشیش کردیم و لوله گاز کشیدیم و برق کشیدیم و فلان اینا. اونجا یه چند تا کار بزرگ سیم کشی هم گرفتیم و من اونجا دیدم که چه فاجعه‌ای هست بین کارگرا، که حتی وقتی چند تا کارگر توی منزل کار میکنن با هم کار نمیکنن. تو ایران که میدونی خونه ساختن واقعا دل صابخونه خون میشد، یعنی این باید حالا اول باهاش شالوده میریختن، چه کثافت بازی، روغن سوخته میریزن اونجا که اصلا مایه سرطان و فلانه که حشره نیاد، نمیدونم فلان نیاد، بعد پی بریزو نمیدونم بلوک میگفتن اونجا، بلوک بذار یا کانکریت بذار یا آجر بذار، پی و پایا و فلان اینا، بعد دیوار بذار. حالا دیوارت اومده بالا، بشین منتظر یه کسی بیاد، یکیش صافکار بود یکیش نازوکار بود، یه چیزی نه صافکار نه ببخشید، میمدن یه کاغل زشتی میکشیدن رو دیوارا، بعد نوبت میرسید به یه کسی میمد به نام نازوکار که یه گچی درست میکردن، گچه رو کشتش میکردن، نمیدونم یعنی چی، میذاشتن میموند فلان، اصلا میشد مثل خمیر، مثل پلاستر که اینجا استفاده میکنن و اینو میمالید. حالا ببین کارا چون به ترتیب نبود، تا اون کار کرده بود این سیمکشه نمیمد یه سیمی بذاره و جعبه بذاره و اینا، وقتی این کارا رو میکرد بعدن اینا میمدن میکندن. حالا ببین چقدر کارهای اضافی انجام میده، لوله میذاشتن، جعبه تقسیم میذاشتن، کلید میذاشتن، دو پل تبدیل، سه پل فلان اینا، دوباره نازک کاره میمد. حالا عصبانی هم بود که این دیوارشو این برقکاره کنده و این نازک کارا اینا یه ماله دارن، این ماله حتی باش آجر هم میشکنن، مثل تیشه میمونه، بغلش که میزنن خیلی تیزه. آقا این اینجوری که میکرد، اولا همین فشار میداد، این گچه که فشار میداد میرفت تو این لوله های خورتومی، لوله ها رو فشار میداد، این سیما به اصطلاح میموند اونجا خراب میشد. بعضی وقتا با این لبه ماله میزد عمدن، این سیما قطع میشد، پاره میشد. حالا بعد اومده بودی شام رفته بودی، نازوکارم اومده بود کارش کرده بود رفته بود، حالا تو میمدی میخواستی تو این لوله ها سیم رد کنی، لوله یه فنری بود رد میکردی، اینجا بهش میگن سنیک یعنی مثل مار، رد میکردی سیمه نمیرفت، یعنی دوباره مجبور میشدی بکنی و اینا. برای پتیک نوشتم آقا تو اینو گفتی زخم کهنه منو باز کردی، ولی پتیک این سوراخایی که میگفت بعد نوشته بود. البته من یه راه ساده پیدا کردم، حالا شاید راه شما هم اینجوری باشه، ولی دوستان اگه یه جایی سوراخ میشه، این دیوارای ایران یا آمریکا مثل دیوارای منطقه ما هست که با دیوارای نازک بهش میگن درای وال هست، شما وقتی یه تیکه سوراخ شده، یادم اولین سالی که پدر من اومد اینجا میخواست توی آشپزخونه یک قاب عکس بزنه، این با چکش که زده بود چکش رو میخ رفته بود تو دیوار، بعد بنده خدا خیلی هم حالش بد شده بود که عجب زدم خونه اجاره‌ای رو خراب کرده، گفتیم بابا نگران نباش اینجا $5 میدی از این پلاستر گچا میزنی و همش اینجوری. دوستان اگه اون سوراخ بزرگ بود که نتونستین چیزی نگه دارید، خیلی ساده است، یه چوبای هست مثل اینه مثلا، حالا میخرید کوچیک‌تره، چوبه رو اینجوری بکنین پشت دیوار، بعد این چوبه رو پیچ کنی اینور اونور سوراخ، بعد این وسطش هم یه تیکه دیگه درایوال ببرید بذارید. این روزا هم روی یوتیوب همه این تعمیرها و اینا هست، اگرم مشکلی داشتید به پتیک بگید، اگه توی کالیفرنیا هستید میاد براتون درست میکنه، اگه نیستید راهنماییتون کنه. الان دیگه فرق کرده، مقداری سیمان سفید با گچ مخلوط میکنن، دیگر نیازی به گچ کشته ندارن و چقدر بعضی هاشون واقعا ماهر بودن، چقدر قشنگ کار میکردن. من یادمه نور مینداخت اون طرف صابخونه، وقتی من نور مینداخت رو دیوار که سایه نندازه، حالا من نمیدونم آ این دیگه دیوار رو برات ساختن، شما وقتی اینجا زندگی میکنی چند بار خودت و زنت و بچت هم میری چراغ میندازین که این یه کمی مثلا گچش اینجوریه یا اونجوریه. تو ایران که بودم دیوارای پیش ساختم اومده بود، ولی دیوارای زشت و سنگین گچی بود، خود من خریدم باهاش دوتا کمد درست کردم، یه اتاقی که به هم وصل بود وسطش این دیواره رو گذاشتم، این دیوار اینوری رو یکم اینجوری گذاشتم، این اینوری وسطش هم زدم، شد یه کمد برای رخت خواب و اینا تو این یکی، یه کمد هم برای رخت خواب و اینا تو اتاق اونوری.
کلیم الله به باور مذهبیون یعنی کسی که با خدا هم کلام شده. آقا اینا یه مشتی همشون روانی بودن و الا خدا چرا حالا شما رو ببره تو اون کوه بگی بیا اونجا من باهات صحبت کنم؟ این همه آدم دنبال تو اومدن اونجا بهشون بگی حالا من بایستین اینجا من برم تو کوه باهات با اون صحبت کنم؟ بعدم میری و میام میبینی اینا همه گوساله درست کردن، خودشون هم گوساله هستن. ماجرای اون گوساله طلایی رو میدونی. میگه که من 43 سال آلمان هستم، با وجودی که زن و بچه هم پاس آلمانی دارن من تقاضا نکردم هنوز. آفرین، شما 100% ایرانی هستی، ایران رو دوست داری. من اولین روزی که تونستم پاس آمریکایی رو گرفتم، چون دیدم این پاسپورت ایرانی اون زمان به درد ما نمیخوره. ما که اصلا نداشتیم تا موقعی که رفسنجانی گفت که همه میتونن بیان ایران. یه برنامه دیدم گفت آقا اینایی که میگن همه خارجی ایرانی های خارج بیان ایران، فکر میکنن ما از اینجا که میریم یه درختم با خودمون میبریم، این درخت پول میسازه. آقا ایرانی های آمریکا همه پولدار نیستن، این مزخرفات رو از گوشتون بیرون کنید. 4 تاشون پولدارن، 40 تاشون دروغ میگن، پوز میدن که ما پولداریم. میگم من یه دوستی داشتم تو آلمان، وقتی نمایشگاه ماشین فرانکفورت بود میرفت پهلو ماشینی که هنوز ساخته نشده بود، مثلا 4 تاش ساخته شده بود که از مردم پول جمع کنن که این 3 سال دیگه میاد تو مارکت، عکس میگرفت میفرستاد برای داداشش. میگفتم چرا این کار میکنی؟ میگفت میخوام این خانواده همسرش رو به اصطلاح اذیت کنه، آزار بده. میدونی چه اتفاق افتاد؟ برادرش از بین رفت. وقتی برادرش اومد آلمان، اون انتظاری که داشت دید نیست، دید آقا این عکس ماشین بنز نمیدونم فلان میفرسه، حالا که اومده اونجا اصلا هیچی، و بره توی خونه مار بدبخ. البته بعد میگفتن این خیلی رفته چیز کرده. اوکی، لایت می آی هاد مای بریتیش پاسپورت از سون از آی کود. آقا این به نظر من ذات بشره که مقایسه میکنه، میگه من اینو داشته باشم چه چیزی از دست میدم، اینو داشته باشم به اصطلاح چه چیزی گین میکنم، لوز گین اند لوز یا گیو و تیک، اینجوریه. من نگاه کردم دیدم خب آخه این چیه، این پاسپورتی که کشور خود من نمیتونم برم، ترس داره اگه برم چه فایده داره، اقلا پاسپورت اینا رو بگیرم که کارم به اصطلاح آسون تر بشه، این ور اونور میخوام برم. و خیلی هم خوشحالم که پاسپورت آمریکایی گرفتم و پیشنهاد میکنم هر کسی، ولی از طرفی من فکر کنم ایران باید این 2 پاسپورتی رو خاتمه بده، افغانستان اینها باید این کارها رو انجام به اصطلاح تموم کنن بره. دوستان عزیز، کاوه موسوی با عنوان نادرست عکس رو نشون بده، جوین، اینو من بهتون نشون بدم جوین، ببینم اینجا حالا هست یا نه. این آقای زمانیانم زحمت کشید، ولی ببینم اینجا هست یا نه. این عکسار خودم مرض دارم، جابجا میکنم بعد دنبالش میگردم و بله بردم گذاشتمش توی پرونده این. حالا بعدا اگه وقت شد یه روزی اصلا یه برنامه استثنایی بذارم که من چیزها رو نشون بدم، فقط عکسار واقعا نشون بدم. اینجا اون وقتا بودن دوستانی که میگو آقا من مثلا پولی یه برنامه رو میدم، شما اون چیزی که گفتی نتونستم تموم کنم تموم کن. ماشاءالله خیر و برکت از این دوستان هم رفته. من اینجا بنویسم چرا جوین نمیتونم پیداش کنم. آره جوین دوستان، بذارید رو صفحه خودمون اگه نشون داده بدم زودتر میمد. از هفته پیش وقتی که ما رفتیم روی یوتیوب، ببینید اینجوری من براتون اینجوری نشون بدم، کمرای 2 نگاه کنید دوستان، وقتی میاین اینجا این که شروع میشه بعد این پایینش نشته یوتیوب، اوکی؟ این یوتیوب که میزنید شما رو میبره توی صفحه به این صورت. بذارید همه صفحه رو نشونتون بدم، ما هم عجب مکافاتی داریم، ما خودمون این کارها رو ردیف نمی کنیم، قبلا آماده بذاریم، به شما هم عین برنامه درد سر میده. خب ببینید این صفحه باز میشه، الان چون من دارم هی چیز میکنم اینجوری شده، ولی این منظور من همش این پایینه، این پایین میبینید اینجایی که نوشته ادیت ویدیو، چون من صاحب اکانتم میذاره ادیت کنم، اولا سابسکرایب کنید این بالا یا اون کلیکی که میاد،
بعد این آنالیتیک اینا که مال آمار و شماره و اینا بیخیال، اینجا نوشته جوین یعنی بپیوندید. دوستان با ماهی 3.99 شما میتونید به ما بپیوندید. شاید ما هم به زودی همین ادا و ادفارهایی که شهرام همایون در میاره، اگه پول ندی باید بیرون وایسی، مثل عروسی ها بود وقتی دعوت نبودی رو پشت بون وایسی، اگه پول ندی نمیدونم باید وایسی تا دوستت برات تعریف کنه. بعد گذاشتیم بیسیک یعنی خیلی معمولی، ماهی 3.99 سیلور، ماهی 7.99 گولد، طلا 29.99 و یه ماهی 99.99 هم گذاشتیم به نام پلاتینوم یا طلای سفید، که ازتون خواهش میکنم همین الان نه ولی بعدن این کار رو انجام بدید، ویدیوهای ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید، مردم تیوی رو هم به دوستانتون معرفی کنید. الان اومد ببینید کامرای دو اینو میزنم، این بله ببینید این پایین تصویر خودمون اینجوری جوین میزنی اون صفحات میاد، ولی از صفحه اصلی خود مردم تیوی اونجوری امکان نداره مگر اینکه شما روی یوتیوب کلیک کنید. خب و اما شهرام اصلانی و افشاگری کنسرت های ترکیه، اینو خلاصه گفتم براتون، برنامه آقای حسن ارشاد رو گفتم، جوین رو نتونستم نشون بدم، این شاه و شیخ مهم نیست، مردم خوب نیستن. دوستان آیا شما حاضرید شهردار شهرتون بشید، استاندار استانتون بشین، پادشاه ایران بشید؟ واقعا میگم آقای اکبری، آقای شیرازی، آقای زمانیان، آقای لطیف زمانی، شما حاضری بری ایران رئیس جمهور بشی؟ من که نیستم. خب اگه من نیستم شما هم نمیخوای بری، اینایی که به رضا پهلوی میگن بیا شاه بشو، باید هم موقع بگن این باید مغز خر خورده باشه که بره اونجا شاه بشه. تازه این رئیس جمهور یه امیدی به عوض شدنش هست، اینجوریه وای به روزی که اون پادشاهی باشه، حتما یکی میاد میزنه ناک آوتش میکنه. دوستان عزیز صبر کنید که مهمان این امروز رو با هم بریم ببینیم و خدمتتون معرفی کنم. چی شد؟ آها به به خیلی هم خوب. بله فقط اگه دوربینتون یکم بالاتر بیارین تا، خب میخوان شما به ما زنگ بزنید، اونا رو ردیف کنید به من زنگ بزنید. بله ممنونم از شما، مرسی. دوستان عزیز بعضی وقتا این برنامه مستقیم یه اشکالی که اجازه بدین، آها تو هنوز مردم تیوی هستم، بیام بیرون از اونجا. یه اشکالی که داره اینه که اون ضرب المثل ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا تو وصل شوی و صدا و تصویر درست باشه واقعا حکم میکنه. ما 3 روز گذشته اینجا به حدی بارون داشتیم که اصلا ناگفتنیه، یعنی همین امروز صبح این پشت خونه ما این خیابونه یه ماشینی بیچاره رفته بود رو آب، ماشینم بلند بود به قول ایرانی ها شاسی بلند بود، ولی چنان آب اینو بلندش کرده بود. میدونید این ماشین وقتی میره چون هیچ درزی نداره، هرچی هم نوتر باشه بدتر. خب این دوستمون آمد، بذارید. الو سلام، الان خوب شد، خیلی هم عالی. بله فقط اگه یک کم دیگه یا خودتون بالاتر بشینید یا دوربینتون رو ببرید پایین تر که آره ما بیشتر شما رو ببینیم خوشحالتر میشیم. البته من یه چیزی رو به خدمت شما بگم، شما خودت تلویزیون داری میدونی، توی تلویزیون ایرانی ها متاسفانه دیدم که سعی میکنن که تصویرشون وسط صفحه باشه، در صورتی که توی تلویزیون آمریکایی‌ها اون upper third یعنی اون یه سوم بالا. دوستان عزیز من بهتون گفتم که امروز با یه شخص بسیار بحث برانگیز، یادم سالها پیش من وقتی برنامه تلویزیونی خودم رو شروع کرده بودم نوشته بودن که سوربی خیلی controversial
حالا من میبینم که این دوستان ماشاءالله خیلی از ما کانترورشال تر هستن، بحث برانگیزتر هستن و تشکر میکنم از ایشون که با این همه برنامه هایی که این ور اون ور دارن درخواست من رو قبول کردن و امروز مهمان ما هستن. این شخص کسی نیست بجز آقای داریوش سجادی. آقا به شما سلام میکنم، ازتون خواهش میکنم برای افرادی که ممکنه شما رو تا امروز ندیده باشن، نشناخته باشن، یه خلاصه کوتاهی از زندگی خودتون به ما بگید که داریوش سجادی چه کسی بوده، کجاست امروز، چه کسی هست، و بعدن ما میان سراغتون. چون من از وقتی که به 7 نفر از دوستان گفتم که امروز مهمون ما شما هستید، 6 نفر از اونا به من گفتن نه آقا ایشون خیلی میکروفون داره این ور اون ور، میکروفون دست اینها ندهید. آقای سجادی خوش آمدید. آقای سجادی کیه، چیه، چرا، کجا، بفرمایید. جناب آقای سجادی، اولا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. صدای من دارید؟ بله بله. تشکر میکنم بابت این توفیقی شد که امروز بتونم در خدمت شما و مخاطبین مردم تیوی باشم. در خصوص پرسش شما، بعضا من تو اکثر مصاحبه ها و گفتگوهایی که دارم این سوال رو از من پرسن، جناب سوربی من یه وبسایتی دارم و داخل وبسایتم تو بخش پروفایلش یه شعری هست که در واقع اون شعر به نوع معرف من میتونه باشه، به این مضمون که نیستم نیست که هستی، همه در نیستی است، هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. اما برای اینکه انجام وظیفه هم کرده باشم خدمت شما معرف میبرم که بنده از سال 1999 مقیم ایالات متحده آمریکا شدم و قبل از اون هم از سال 1366 توفیق داشتم که در جامعه مطبوعات ایران به صفت روزنامه‌نگاری انجام وظیفه کرده بودم و بعد از خروجم از ایران هم همین حرفه رو تا این لحظه که در خدمت شما هستم تحت تایتل تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار انجام وظیفه کردم. امید به این که تونسته باشیم در خانواده مطبوعات ولو به سهمی اندک اما در اندازه بضاعت خودمون موضوعات مطالبه سیاسی رو تحلیل و ارزیابی کرده باشیم. بسیار ممنونم. بله من خوندم توی لینکدین و اینها که شما ژورنالیست هستید و فعالیت میکنید، به غیر از اون تحلیلگر هم هستید. این خیلی مهمه چون ما قبلا چیزی به صورت تحلیلگر نداشتیم، ولی امروز میبینیم که همه ادعا میکنن تحلیلگر هستن. آشنایی من با شما اونجایی بود که در یه برنامه آقای منشأ امیر ادعا کرد که اسرائیل از بمب اتمی در مقابل ایران استفاده نخواهد کرد و شما فوری گل گرفتید و گفتید که خیلی خوشحال هستید که یک نفر که اینقدر تو کارهای مدیا و اینها تو رسانه ها بوده آمد و امروز ادعا کرد که اسرائیل بمب اتم داره. دوستان برید نگاه کنید، اسرائیل تنها کشوریه که نه هنوز مرزهاش معینه، اسرائیل تنها کشوریه که به هیچ کس جوابگو نیست، جز به هیچ کدوم از این سازمان ها نیست. من به اصطلاح چیزای سازمان ملل رو یکی پس از دیگری زیر پا میذاره، ولی همیشه هم ادعا میکنه که ما بیشترین و یعنی بهترین کشور دموکرات هستیم و چنین و چنان، و اسرائیل من میتونم بگم اولین کشور دینی مذهبی دنیاست. حالا آقای سجادی، آیا شما مزدور حکومت جمهوری اسلامی هستید؟ خب این سوال خوبیه. من از روزی که وارد آمریکا شدم، خب دوستانی که منو میشناسن، من که میگم به عنوان یک طیف منصوب بودیم در ایران به یک جناح سیاسی و من با همون تایتل خارج از کشور هم مواضع خودم رو در حوزه همون جهت‌گیری سیاسی خودم تفسیر و تحلیل کردم. اما خب با توجه به فضایی که در اپوزیسیون سیاسی مقیم آمریکا هستن که به صورت پکیجی و چشم‌بسته مخالفن با جمهوری اسلامی، هر کسی که بیرون از این فرمت بخواد به صورت کارشناسانه تحلیل کنه و بر مذاق دوستان صحبت نکنه، بلافاصله متهم به
تامای مختلف از جمله مزدور جمهوری اسلامی و دیگر مسائل میشه. خب ما تو حرفه ما یه اصلی که هست اونم اینکه نازک طبعی نباید بکنیم. طبیعی درجت کسانی که تهمت و افترا از این دست بزنن اگر منطق و استدلال برای ایجاد تعاطی افکار و احتجاج داشته باشن نیازی به انتصاب تهمت به دیگران ندارن. به هر حال من هرچی که هستم خیلی صریح و شفاف مواضع خودم رو عرضه کردم و میکنم و دوستان میتونن با من وارد مجادله و محاجه بشن. اما این که بخوان با اتهام بنده و امثال بنده رو مرعوب کنند، خب اگر میتونستن توی این 22 سال که در آمریکا بودم کار کرده بودن و متاسفانه متنبه هم نشدن. به هر حال بنده یک روزنامه‌نگار مستقلی هستم که چه در ایران و چه در خارج از کشور در حوزه تخصصی خودم تلاش کردم با یک نگاه منصفانه مسائل سیاسی مقتربه که در حوزه کارشناسی تخصص خودم هست عرضه کنم. ولی اگه دوستان خوششون بیاد خوششون نیاد من آقای اسمتون رو فراموش کردم، جناب آقای مسعودی، بله یه خاطره‌ای براتون بگم بعد جمع کنم دیگه عرض خودم رو. حالا صرف نظرم که عده‌ای میان بنده و امثال بنده رو با تهمت و افترا در واقع منکوب میکنن، عده‌ای هم میان تمجید میکنن و وجد و خجم میکنن. من حدود 3 سال پیش بود در تهران سخنرانی داشتم، در همدان دانشگاه بوعلی همدان یک سخنرانی داشتم و در پرسش و پاسخ حالا دوستانی که خارج از کشورم زیاد آشنا نیست ما فضای سیاسی بعضن با به ایران، در پرسش پاسخ مجادلات پیش میاد و پیش اومد. برای من هم عده خوب موافق هم بودن، عده مخالف هم بودن. اونایی که مخالف بودن شروع کردن منو هو کردن و اونایی که موافق بودن در پاسخ اونا شروع کردن برای من کف زدن. من همونجا گفتم که در هر لحظه دست نگه دارید. ببینید اینجا دانشگاه هستم، فرض من برای این گذاشتم که برای یک سری اکادمیسیان دارم صحبت کنم، برابری نه نه از کف زدن این دوستان عزیزی که برای من کف میزنن مشغوف میشم و نه از خوب کردن طرف مقابل مخبون میشم. فرض داریم که اینجا دانشگاه است و موظفیم با ادبیات منطقی و اکادمیک بحث رو مورد حل موجه قرار بدیم. من رو بریم میخوام بگم که عزیزان تصور نکنن با این اتهامات یا دوستان لطف میکنن من داره تمجید میکنن یک روزنامه‌نگار نیازی به این مسائل نداره. اون مسائل روی استیج کابوره است که طرف برای خوشایند مخاطب خوشرفتی بکنه و کف بخواد بخره. بنابراین میخوام بگم که در حرفه ما نازک طبعی وجود نداره و وظیفه داریم بدون لحاظ عواطف و احساسات از یک منطق استدلالی مسائل رو مطالعه رو نقد تحلیل و ارزیابی و کالبد شکافی کنیم. بسیار ممنونم. اینی که به شما گفتم ممکنه حالا بعضی از بیننده ها بگن آقا این عجب به اصطلاح مصاحبه میکنه مهمونانش رو اینجوری سوال میکنه. دیروز توی تلویزیون شهرام همایون یه خانمی زنگ زده گفته که این وزارت اطلاعات حتی اون آقای ناطق نوری رو که این به داور پول داده، داور بهبهانی و سربی رو استخدام کرده. من به این دوستم که به من خبر داد گفتم اصلا من نمیشینم اینو نگاه کنم، برای که من فکر میکنم بیننده باید اینقدر دانش داشته باشه. اولا اگه کسی مأمور باشه نمیاد به عنوان مخالف شما در جمع شما، میاد به عنوان موافق، به عنوان همدست، اونجوری ضربه بهت میزنه. دوم از اون یه نفر پیدا نیست تو این جمعیت به این خانم بگه شما کجا هستید که از زیر لحاف همه خبر دارید، از دفتر و دستک همه خبر دارید. یعنی خدای نکرده و من به شما توهین نکرده باشم که با این صراحت از شما پرسیدم مزدور هستید یا نه، روزی 10 بار به خود من این حرف رو میزنم. به خصوص که بله هستم، من 22 سال دارم زندگی میکنم، دقیقاً با این ادبیات آشنا هستم. تو ما بی‌بقی میکنه اگه قرار باشه خودمون رو معطل این مسائل کنیم از اصل کار نقم. بله، ولی من یه ویدیویی دیدم الان یادم نیست، چون من متاسفانه یا خوشبختانه من بس بیشتر نصف عمرمو اینجا تو آمریکا بودم، آخوندایی که اونجا سر کار بودن یا حسن اینا نمی‌شناسم، ولی یه نفر بود که گویا یه کاره وزارت اطلاعات بود، خیلی هم با شوخی و خنده، ولی استدلالش این بود که ما تا چند سال پیش از هر 3 نفری که می‌نشستن 2 تاشون فکر می‌کردن مأمور هستن، امسال هر 3 فکر می‌کنن مأمور جمهوری اسلامی هستن. خب این ببخشیدا من به طرفداران رضا پهلوی میگم، به طرفداران مجاهدین میگم، احمقا شما مجانی ما رو به استخدام اینا درآوردید، اقلا حقوق ما رو بگیرید بیارید و کمیسیونتون هم بردارید. آقای سجادی خیلی خوشحالم که شما متوجه منظور من شدید. بریم سراغ
خب قبل این سوال بگیری، من این نکته رو بگم بعد نیست برای مخاطبان شما، هم چون جاهای دیگه هم گفتم. صرف نظر از همه این مناقشات که روی رژیم پهلوی شده و میشه، من همیشه گفتم حکومت پهلوی از یک جهت برخوردار از یک مزیت بود، و اون مزیت این بود که اپوزیسیون خارج از کشورش کسان استخون فرود کرده هایی بودن که در مسافه با رژیم حرفی برای گفتن داشتن، یا حداقل در چالش هاشون هماوردی میکردن. شما نگاه میکنید مثلا در خارج از کشور، در نجف آیت الله خمینی بود که هم آیت الله خمینی بعداً تونست حکومت رو بیاره پایین، یا در پاریس دکتر علی شریعتی بود، یا کنفدراسیون دانشگاهی که وزنه هایی بودن. این شاید از خوش اقبالی جمهوری اسلامی که ما متاسفانه یا خوشبختانه در خارج از کشور اپوزیسیون میبینیم، که متاسفم این حرفو میزنم ولی بیشتر جنبه دلغکی دارم و هیچ هنری در حوزه اندیشه ورزی ندارم. 42 سال در قوم جمهوری اسلامی گذشته، یک نفر از دل اپوزیسیون خارج کشور دیگه نمیده که بتونه در قامت یک لیدر پلتفرمی ارائه بده که بتونه نیرو جمع کنه یا حداقل حرفی برای گفتن داشته باشه. و این از یک جهت اسباب تعصب. چرا؟ چون من معتقدم در مساف و دشمن قدر آدم خودش هم ورزیده میشه، اما جمهوری اسلامی خوب یا بد محروم مانده از یک اپوزیسیون قدرتمندی که بتونن در مساف با اون حداقل بحث رو ارتقا بدن. بله، در همین رابطه میگن دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوز. خب یکی از اینا رو ما هفته گذشته در دادگاه آقای حمید نوری دیدیم. من این چند روزی که از شما دعوت کرده بودم چند تا از مصاحبه‌های شما رو اینجا و اونجا نگاه کردم و دیدم که شما در رابطه با دادگاه سوئد همون حرفی رو که من زده بودم میزنید، که اصلا یه دادگاه یک کشور چگونه میتونه یه جرمی رو که من اینجا تو فرفکس اگه یه جرمی انجام بدم، شما نمیتونی منو توی شهر دیگه، چون شما نوشتید توی لینکدین تو که آریزونا هستید، اونجا منو محاکمه کنید، باید بیان دادگاه اینجا. ولی رفتم راجع بهش خوندم، متوجه شدم که یک کشورهایی هستن بعد از جنگ جهانی دوم و اون ماجرایی که اونایی که به اصطلاح جرمای چی میگن نسل‌کشی و نمیدونم جنایات دست جمعی انجام دادن، چون خیلی هاشو فرار کردن رفت بودن آرژانتین و اینا، گفت اینا یک کشورهایی اومدن جزو یک قراردادی شدن که این نوع پرونده ها رو بتونن بررسی کنن. و به همین دلیله که آقای نوری رو الان نزدیک 20 ماه است که گرفتن. ولی سر این برنامه‌ای که شما به درستی توضیح دادید که بابا اقلا دشمنای پادشاهی استخوندار بودن، فکردار بودن و اینا یه مش لومپن هستن، خب ما یه نمونه لومپنیزمشو هفته گذشته دیدیم. حالا برید پیام آقای کاوه موسوی و ایرج مصداقی اینا رو هم که من نمیدونم اون نوشته من شما دیدید یا نه، نوشتم که اینها متاسفانه الان مطلب جان ولی اون صحبت های کاوه موسوی و ایرج مصداقی رو گوش کردم. بله من نوشتم اینها هنوز در جنگ دادگاه برنده نشدن، سر غنیمت چی شدن دعواشون شده. و ما شعری داشتیم که دو نفر دزد خری دزدیدن سر تقسیم به هم جنگیدن، این ماجراست. شما این اوضاع و احوال رو کلا چگونه میبینید؟ مصاحبه با شما خیلی مشکله، میدونید چرا آقای سجادی؟ برخلاف ما ایرانی ها شما خیلی کوتاه ولی پر صحبت میکنید، یعنی خیلی قشنگ یه موضوعی رو میگید. مثلا من الان این سوال میکنم که این اپوزیسیون رو چگونه میبینید، شما خیلی قشنگ تو دو سه جمله قشنگ توضیح دادید قبلا. یه بار دیگه برای اونایی که مثل من عادت دارن که بیشتر صحبت بشه تا در موردش ما فکر کنیم، توضیح بدید چه خبره، چرا هیچ کدوم از اینا نمیتونن 4 نفر رو جمع کنن و داریم میبینیم همشون به دلیل کبر سن، به دلیل اختلافات داخلی از بین میرن. به هر کدومشون هم میگی سازمان شما چند نفره، میگه ما اینه که نمیتونیم بگیم. آقا چرا نمیتونید بگید؟ در صورت یه نمایی از اپوزیسیون به ما بدید لطفا. من برای پاسخ شما اجازه بدید اول یه مطلبی هست من خدمتتون. حدود 6 یا 7 ماه پیش بود یکی از همین افراد منصوب به اپوزیسیون برانداز به من یه پیغامی فرستاد و در پیغامش گفتش که آقای سجادی شما چه جذابیتی در جمهوری اسلامی می‌بینید که به ما نمی‌پیوندید؟ حالا من منصوب کرده بودم مثلا به قول شما موضوع جمهوری اسلامی بر اساس این فرض سوال کرده بودن. من در پاسخشون گفتم که ببینید صرف نظر از جذابیت یا عدم جذابیت جمهوری اسلامی، من مسئله عدم جذابیت اپوزیسیون خارج کشوره. اگر ارزن جذابیت
در اندیشه و رفتار و سلوک خودم خارج از کشور می‌دیدم، خودم سینه خیز به پاکستان می‌اومدم و متأسفانه اینو نمی‌بینم. بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر من یه پست جایی نوشتم، نمی‌دونم شاید شما رو ملاحظه کردین توی لینکدین هم گذاشتم، و در اون پستم یه خبر بد دادم به اپوزیسیون. گفتم به اپوزیسیون برانداز یک خبر بد دادم که تا اطلاع سنوی شما توان براندازی جمهوری اسلامی ندارید به سه دلیل. در واقع به دلیل نداشتن سه چیز. یک، جنبش براندازانه در مقام تمثیل اگر خود موفق باشه به سه چیز نیاز داره. یک، خمینی نیاز داره. یک، لشکر خمینی نیاز داره. و یک، پلتفرم. به این معنا که شما برای یک جنبش براندازی یک رهبر کاریزمایی لازم داریم که زیل این رهبریت بتونه نیروهای خودش رو ارگانایز کنه. دو، یک لشکری اون رهبر نیاز داره که پا به رکابش باشن و مطابقت ازش بکنن. شما نگاه می‌کنید صرف نظر از اینکه موافق خمینی باشید یا نباشید، طرف دو جنوب سایی باشید نباشید، به هر حال آقای خمینی در انقلاب اسلامی یک کاریزمایی داشت که بر اساس همون کاریزما میتونست توده‌ها رو بسیج اجتماعی کنه. در 42 سال گذشته اپوزیسیون خارج از کشور، من تعبیری دارم به قول آمریکایی‌ها، مثل چوپانی لشکر گربه ها میمونه که ببینید که هر گربه ای به نازش و خرامش هر گوشه ای میشه واسه خودش میخرامه، نمیشه گربه ها رو چوپانی کرد. و به همین دلیل است که نگاه میکنم 42 سال گذشته هر کسی با دوستش قرار میکنه یک سازمان رو بندازه و همین تکثیر سلولی ادامه پیدا کنه، به جای اینکه اون حرکت گلوله برفی، چون انقلاب اسلامی تبدیل میشه به گلوله برفی که در واقع بعد از اینکه در گلوله برفی همون بهمن خودمون میشه که از بالا یه گلوله هست میاد پایین میشه یه بهمن، تبدیل میشه به بهمن. من میخوام اشاره کنم به مقاله‌ای که انگیزه در واقع استارت شد در ایران، مقاله ارتجای سرخوسیات. خب بعد از اون ما دو روز بعد در فیضی خب اعتراض داشتیم، درگیر شد و این درخت 19 و 29 بهمن ادامه پیدا کرد در تبریز، زرتشت، در تهران و هر چی اومد جلوی گلوله برفی بزرگ 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 بزرگتر شد تا نهایتاً تونست سیستم پهلوی رو بزیر بکشه. در صورتی که در اپوزیسیون برعکس، 42 سال گذشته نه تنها گوله برفی بزرگ نشده بلکه هی تقلیل رفته و ذوب شده و آب شده و کوچکتر و کمتر شده. من فکر میکنم همین نقطه به اندازه کافی در خودش استطاعت داره این منطقه که اپوزیسیون یه مقدار بشینه و فکر کنه و به جای اینکه بره دنبال براندازی حکومت جمهوری اسلامی، ببینه خودش مشکلش چیه که نمیتونه به اون همافزایی بین نیروهای خودشون برسن. بسیار ممنونم آقا. من نمیدونم چرا من شما رو نمیشناختم، ولی دوستان از ایران آقای اردشیر شیخی عرض سلام دارن خدمت آقای سجادی. آقای فرهاد زمانیان نوشتن که سلام ویژه منو خدمت داریوش سجادی برسانید، مرد وطن پرست واقعی. آقای مانی خورسندی، برادر آقای هادی خورسندی از کانادا، نوشتن کمک آمریکا، اسرائیل، انگلیس به خمینی اگر نبود مثل رضا پهلوی منفعل بود. خود من نظرم اینه، خب اگر خمینی از حوزه تونسته بود با اینا تماس بگیره پول بگیره، آقای رضا پهلوی چند تا زبان مثل بلبل صحبت میکنه، آقای رجوی به همه جا آویزون شده، اینا چرا نمیتونن کمک بگیرن؟ اگه منظورتون کمک مالیه، اگه منظورتون کمک نظامیه، چرا نمیتونن؟ شما چه جوابی دارید آقای سجادی برای آقای خورسندی که میگه کمک آمریکا است؟ من یک ساعت و نیم با آقای بنی‌صدر مصاحبه کردم، البته ایشون اجازه نداد فیلم برداری کنم و خیلی جالبه، وقتی نوشتم به یه نفر که آقای بنی‌صدر میگه که خمینی پولی نگرفت از کشورهای دیگه و این یه دروغ بیشتر نیست، ولی به من گفت که چه کاسبایی بودن تو ایران، میمدن اونجا انقدر فرانک میدادن، انقدر نمیدونم، همون یه آقایی هم بود که خود آقای خمینی بس که اعدامشون کرده بود، جورابچی بود، فرشچی بود، نمیدونم چیزی. خلاصه این ماجرای کمکی که شایع شد و نوشتن و اینقدر میلیون دلار پول گرفته و فلانا، چرا اونها نمیتونن؟ و پاسخ شما با آقای خورسندی و دوستانی که احتمالا همین مسئله براشون هست چی هست؟ خواهش میکنم. اگه بخوام صورت ایجاز صحبتشون بدم، من یه بار این تشویق کار بردم که در انقلاب اسلامی ایران در سال 57 آیت الله خمینی از نوبل شوتو با 4 تا کاست نوار مدن رو این از امکانات خزانه زدن رو کاستای نواری که سخنرانی روش پر می‌کردن می‌فرستادن ایران رو استنسیل می‌کردن و به من اطلاع پخش می‌کردن، تونستن با 4 تا کاست یک نظام مقتدر که رکن نظامی دکتر نیکسون رو در منطقه
استراتژی خاورمیانه رو اختیار میکرد و به زیر بکشه. 42 سال از انقلاب گذشته و اپوزیسیون خارج کشور میزان زیادی سرمایه داره، تلویزیون های متعدد ماهواره‌ای، فضای مجازی با این همه امکانات تلویزیونی و تصویری و صوتی، ولو فرضاً بگیرین که برای این حرف آقای مانی خرسندی هم درست باشه، شما که در قلب نظام مدرنیته با بهترین امکانات و ادوات تکنولوژیکال و رسانه‌ای در اختیارتون است، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی تا رادیویی تا رسانه‌های مجازی نتونستید توفیقی کسب کنید، تصور می‌کنم این دیگه یه مقدار کم‌لطفیه که بی جهت داریم فی الواقع از این طریق فرافکنی می‌کنید. ببینید واقعیت قضیه اینه که به هر حال یک ابتهاجی بر سر رهبری آیت الله خمینی وجود داشت، اون ابتهاج منجر به یک همگرایی همافزایی شد. حالا شما بیان فرض بریم بزنید که آقای خمینی به قول دوستانی که این حرف زدن زیاد هم میزنن که نمیدونم رشوه گرفته ساپورت گرفته، آقای عباس میلانی تحت هیچ تایتلی به جمهوری اسلامی نمیچسبه، ایشون از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامیه که در حوزه خودشون آدم کارشناسی هستن و به کتاب خوبیداشون یکی از کتابای خوبی بود که در واقع کار شد. آقای عباس میلانی خاطرم از حدود 10 سال پیش در وایس آف آمریکا یه مصاحبه‌ای داشتن و مجریت به وایس آف آمریکا ازشون پرسید، چون به عنوان کسی که در حوزه سند چه در کنگره آمریکا چه در انگلستان کار کردن رو سندهای مختلف چیزی تحقیق کردن، آیا در اسناد خودتون ردی سندی پیدا کردن در مبنی بر وابستگی آیت الله خمینی به کشورهای خارجی؟ و ایشون علارغم اینکه به شدت مخالف هم با جمهوری اسلامی ولی اینقدر صداقت داشتن که بگم من هیچ اثر و ردی از این مسئله پیدا نکردم. حالا دوستان همونجور که مثلا به من نوعی زاویه سجادی رو خیلی راحت متصل میکنم به عنوان موجودی بدون هیچ سند و مدرکی، از اون طرف هم طبیعی که بعد مقام مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی هم بخواد مثل افرا بدون سند و فکت بزنن، من مسئله که ما تو حوزه‌ای دارم کار میکنم که اعتبار منبع برای ما حکم حجت داره. من در سجادی اگر یک بار یا دو بار خبر غلط بدم اعتبار خودم رو پیش مخاطب از دست میدم، ولی دوستان در اون طرف اصلا که ارزشی برای خودشون هم قائل نیستن که وقتی یه ادعای به این بزرگ میکنن موظفید شما با فکت حرف بزنید، وقتی نمیذارید نتیجش همین میشه که کوچکترین مخاطبی در داخل کشور پیدا نکردید، هر چقدر رفتن جلو مخاطبای شما تقلیل کردن تا اینجا رسیدیم که شما نگاه کنید آقای سوربی هم اپوزیسیون برانداز چه جنجالی تا یک سال گذشته قبل انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد که از طریق کمپین تحریم انتخابات برن به سمت براندازی. خب انتخابات کم وجود با چه بالای 48% انتخابات برگزار شد، چه اتفاقی افتاد؟ تمام حرف جنبش برانداز تمام شده، نگاه کنید فایر کرده و برگشت طرف خوش افتادن به جون هم دیگه. خب یک جایی توقف کنید، پس بزرگترین تخمت ها رو به جمهوری اسلامی به من که بستید، خب این شاید بتونه به من یک قصه. من روز انتخابات تلویزیون اینترنشنال به من مصاحبه داشت آقای سوربی، من بودم یکی از دوستان همین جنبش براندازی، ایشون هم شروع کرد همین حرف ها رو زدن، من پاسخی بهشون گفتم، پاسخی که میخوام به مخاطب شما بدم، گفتم ببینید دوست عزیز، شما میتونید توهمات خودتون رو یا اندیشانه باور کنید، اما نمیتونید اون کاخهای توهمی رو توش زندگی کنید. متاسفانه دوستان با یک سری توهماتی که بیشتر جنبه خوشایند برای خودشون داره تلاش میکنن توجیه کنن ناکامی خودشون رو. ایراد نداره اگه تو حوزه روانشناسی این کمک رو میکنه بکنید، اما این تو کف زمین واقعیت هیچ اتفاقی نمیفته، کما اینکه نیفته. یه مثال برای شما بزنم، سال 60 بود که آقای بنی صدر از ایران گریختن بعد از مسئله پیش اومد، ایشون وارد فرودگاه اورلی پاریس که شدن یه پرس کنفرانس اونجا براشون گذاشتن و یک خبرنگار زن ایتالیایی از ایشون پرسید که آقای پرزیدنت برای چی از ایران فرار کردن؟ آقای بنی صدر در اومدن گفتن که من در آینده نزدیک برمیگردم چون 90% ملت ایران طرفدار منه، و خوشبختانه خبرنگار انقدر زیرک بود که در مورد بلافاصله به این رئیس جمهور ترس 10% فرار کرده. خب واقعا یکی بخش عمدیت به قول ما دچار توهمن، آرای خودشون رو به نوعی آرای ملت مصادره میکنن و بر اساس این توهمات توری میچینن عمل میکنن، دیوار سخت واقعیتی میخورن به جای اینکه متنبه بشن و تجدید نظر کنن در اون متریال ها و داده ها و دیتا های خودشون، بیشتر پرخاش کردن به طرف مقابل اتهام منصوب. بسیار ممنونم آقای سجادی. ببینید من با دوستان، من از لحاظ سیاسی و دانش چیز خیلی کم، من چون رشتم فنی بوده دبیر بودم کاری نداشتم، اصلا برنامه های رادیویی شروع کردم فقط میخواستم تفریح و خنده باشه، ولی یه دفعه به اینجا کشیده شدیم. ببینید همین آقای خرسندی یه جا میگن که خمینی کاری نبود، یه جا میگن که دولت های بزرگ تصمیم میگیرن، و
ولی خب من بعد از خودم میپرسم اگه دولت‌های بزرگ برای ما تصمیم میگیرن و شما هم اینو قبول دارید، از امروز با بعد وقتی تو تلویزیون‌های کانادایی برنامه دارید، تا یه نفر اومد نشست حرف زد بگو آقا صحبت نکن، ما هیچ کاره هستیم، دولت‌های بزرگ برامون تصمیم میگیرن. ایشون به شما میگه نوار کاست نبود، بی بی سی بود. آقای فرسندی امروز 10 برابر بی بی سی داریم، چرا شماها نمیتونید با اون 10 برابر تلویزیون؟ جواب اینو شما چی میدید؟ کاست نبود، رادیو بی بی سی، بی بی سی اسرائیل و آمریکا مردم را شوران. خب اسرائیل که آقای مناشه امیر میگه ما خیلی هم با شاه بودیم، خیلی هم کمک کردیم. آمریکا که میگه ما بهترین دوستمون رو از دست دادیم. میدونید تفسیرا بفرمایید شما تحلیل، جواب این تحلیل این دوستان چی هست؟ به نظر من همونه که اینا میتونن کاخ بسازن، ولی با این آجرایی که شما کاخ میسازین، کاخ قابل زندگی نیست. آقای خرسندی بفرمایید. آقای سجاد، سال 2005 یک اجلاسی در لس آنجلس که جناب سروی و در حاشیه اون اجلاس من یک فرصتی برام پیش اومد با یکی از افراد سلطنت طلب بحثمون شد، مجادله میکردیم. این آقای سلطنت طلب در مقام ارشاد بنده به من گفتش که یادت اون موقعی که در انقلاب اسلامی عکس خمینی تو ماه دیدن؟ گفتم بله. خب میدونی داستانش چی بود؟ گفتم نه چی بود. خب اینه، خود سفیر انگلستان به من گفت که اون شب من 4 نفر از کادر خودم در سفارت اونها رو فرستادم در سطح شهر تهران، گفتم ببین تو میدون ما مثل این به ماه نگاه میکنیم، هر کیم پرسید چیه بگید عکس امام تو ماه، و از این طریق تونستم یه اپیدمی درست کنم. اون اتفاق افتاد. من در مقام تحیر گفتم که خب اگر به همین سادگی باشه فردای اون شب شاخ میتونست بگید 400 تا ساواکی برن تو سطح میدون واسه بگن عکسش تو خورشیده. ببینید شهیدای و نفبت که در خلأ نمیدوشه، باید بستری وجود داشته باشه که در اون بستر بگید به کسی شهیدایی ببرزید یا نفبت ببرزید. این دوستان متاسفانه میگم عرض کردم تو پاسور قبلی خودم، متاسفانه بر اساس اون غیظ و نفرت انباشته ای که به هر دلیلی از نظام حاکم بر ایران دارن، این غیظ و نفرت چشمای اونها رو انقدر گرفته که محروم موندن از زمین واقعیت، در همین دوچار قصه پردازی و افسانه سازی میشن که میشه با افسانه سازی خیش خلسه ایجاد و نحشه ایجاد کرد، ولی با این خلسه درمونی شما نمیتونید کاری بکنید که نکم که نکردی. من نمیدونم متاسفانه چند سال دیگر بگذره. معروف بعد از انقلاب شوروی سالهای سال سرمایه‌دارهایی که فرار کردن از روسیه، سالهای سال در کنار رودخانه تمز لندن رودخانه خودشون به سلامتی بازگشت تزار نیکولای دوم میخوردن. شما تا کی میخواین بر اساس اون فیز شدگی در سال 57 بر اساس توهمات و افسانه بافیاتون به مساف آسیابهای بالی با سروانتس مانه در واقع بجنگید؟ من متاسفم این حرفا رو زنم، ولی من یه موقعی معتقد بودم کاش ما یک اپوزیسیون قدرتمند تشکیل بدیم که بتونه حداقل همونطور که اصلا در مساف با مخالفان خودتون ورز بوده، اما این اپوزیسیون من یک کمترین امیدی به فروغشون نداره بر اساس همین توهمات مالی خونگیری که بیشتر خودشون متشبیه خاطر بود تا بخواد اثر گذاری در عرصه و زمین واقعیت داشته باشه. من از شما ممنونم. من فکر کردم جلسه اولی که با شما هستیم 10 دقیقه 15 دقیقه کافیه، 31 دقیقه یا 30 دقیقه گذشته. من از شما یه خواهشی دارم، اگر امکان داشته باشه یه قولی به ما بدین تا در برنامه‌های آینده به شما بیشتر وقت بدیم که دوستانم بتونن تماس بگیرن صحبت کنن، چون الان دیگه آقای خرسندی میگه که حکومت ایران به نفع اسرائیل هم هست، ولی اگه ایشون جرأت داره تماس بگیره با آقای بیژن خلیلی، با آقای مناشه امیر و بگه که حکومت اسلامی به نفع اسرائیل هست. من مایل هستم در رابطه با اون تلویزیون صحرا و اینها با شما صحبت کنم، ولی اگر بشه هفته های آینده یا برنامه های آینده. حتما من کارم اینه و استقبال میکنم از قبل به شما هم شدیدین 10 دقیقه 15 دقیقه بیشتر وقت نگیرم، جسارتم کردم بیشتر زمان مخاطباتون گرفتن، اینه که حتما این قول به شما بدم در فرصت های بهتر با مجال بیشتر در خدمت شما و مخاطبان باشم. من ممنونم از شما، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، به امید دیدار. اگه واشنگتن آمدید زنگی بزنید با هم یک چایی بنوشیم، چای یا قهوه. من همین ویرجینیا هستم، نزدیک فرودگاه دالاس ایرپورت. خیلی ممنون. زیاد کردم طرفای شما بالتیمور و ویرجینیا هم زیاد کردم، انشاءالله در خیلی خدمتتون میرسم. ممنون، خوشحال میشم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از فرصت که من دادیم و خدا نگهدار. خدا نگهدار، به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای داریوش سجادی بودیم. صفحه لینکدین ایشون رو نشون دادم، یه بار دیگه هم نشون میدم، خیلی ساده، همین که میبینید داریوش سجادی، باشون تماس بگیرید. خیلی هم ریسپانسیو هستن و وقتی یه چیزی رو می
بنویسید براتون جواب میدن. از آقای خورسندی بسیار ممنون و متشکرم. یه روزی من و آقا خورسندی با موهای همدیگر رو بکشیم، همین چهار تا نخ مویی هم که مونده بریزیم پایین. ایشون میگه اپوزیسیون نداریم، مردم کف خیابان هستن. آقا چند درصد مردم مخالف جمهوری اسلامی هستن؟ شما میگه اپوزیسیون نداریم، رجوی داره فریاد میزنه از تو قبر که اپوزیسیون داریم، تازه کانونهای شورشی هم داریم. چونه میزنن دوستان باهاش که آقا انقدر درصد طرفدار شما نیستیم. من میگم آقا چونه نزنید به اینا، بهشون بگید 99 درصد منتظر شما هستن، چرا نمیرید؟ و امروز دیدیم که تازه آقای سجادی میگه خبرنگاره سال دو سال بعد از انقلاب با آقای بنی صدر گفته آقا اگه شما 90 درصد با شما هستن، شما از دست 10 درصد در میرید. این حرف اشرف غنی رو دیدید؟ روز اول گفت من برای که خون ریزی نشه رفتم، بعدن ویدیو میفرسه برای که میخواستن منو بکشن رفتن. آخه تو کشته بشی، تو زنده چه پخی بودی که حالا کشتت چی باشه؟ بازم تشکر میکنم از آقای سجادی. اجازه بدیم بریم سراغ دوست و همشهری خوبمون آقای نیساری. دوستان فراموش نکنید در تلویزیون مردم همه میتونن صحبت کنن، از هر طیفی، از هر به اصطلاح باشگاهی، سازمانی، انجمنی که باشن. فرزاد نیساری ببینیم که به به آقای نیساری، خیلی خوشحالم که با ما هستید. اجازه بدید من تصویر شما رو هم بفرستم روی کامپیوتر. خدا بیامرزه این آقای پرویز کاردان یه روز به من زنگ زد گفت سربی رو آنتنی؟ گفتم نه. گفت راستی چرا میرین رو آنتن، مگه شما کلاغین؟ حالا منم بذاریم تصویر شما رو بدم به این چیز و بله اسمتون رو اینجا بنویسم. از بس شما نیومدی ما دیگه اسمتونم از توی سیستم برداشتیم، حالا بعد اضافش میکنیم دوباره. آقای فرزاد نیساری دوستان همشهری خوب من با من هستد. بگید ببینیم که آقا اوضاع و احوال چگونه است، جریانات اخیر دنیا. شما و دوستان یک فراخوانی رو هم گذاشته بودین که 30 روز مردم کار نکنن، که من به حالت اعتراض گفتم خب شما میگین مردم گرسنه هستن، حقوق نگرفتن، حالا میگین 30 روز دیگه کار نکنن. و من میدونستم اتفاقی نمیافتاده و نمیافته و حالا دیدیم که نیفتاد. نظر شما چیه و دوستان چیه؟ آیا توی این به اصطلاح تصمیمتون تجدید نظر کردید یا هنوز فکر میکنید که برنامه‌ای بوده و اون برنامه رو پیگیر هستید؟ کلن در رابطه با جریانات اخیر افغانستان، ایران، انتخابات، اینا هم اگر صحبت کنید خوشحال میشم. بفرمایید. بسیار علی، با درود بر شما و سپاس از وقتی دید. درود میفرستم به همیانان گرامی که این برنامه را الان میبینن یا کسانی که بعدا نگاه میکنن. درود بر استادانی که به من درس انسانیت و آزادی آموختن و مهمتر از همه درود به فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور می‌بوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران در خدمت مردم ایران. بله، این صحبت‌های بسیاری ما قبلا کردیم، فعالیت‌های گوناگونی شده در سطح جامعه و ما خودمون همه شاهد بیرون آمدن بسیاری از کارگرها بودیم در مناطق مختلف. همبستگی بسیار خوبی بود به مدت 30 روز و نشون داد که مردم ایران میتونن متحدانه با هم همکاری کنند. اما برمیرسیم برسر این که مسئله اصلی به چه ترتیب هست. متاسفانه در سر راه اپوزیسیون و این صحبتی که قبلا شد، قبل از این که من روی رستورات بیام روی بقیه برنامه شما، گفته بودید که آیا ما اصلا اپوزیسیون داریم یا نداریم. مسلماً ما اپوزیسیون داریم، مردم اپوزیسیون هستند، به خیابون‌ها آمدند. با دست خالی با این رژیم نمیشه جنگید. این رژیم تنها زور هست که از پسش برمیاد. جنبش ایران بانان که من یک عضو اون باشم بارها این رو اعلام کرده و تنها زور هست که از پس زور برمیاد، ولی گوشت هم در مقابل آهن طاقت ایستادگی نداره و پیروزی با آهن هست. بنابراین همون جور که ما بارها گفتیم در رابطه با برخورد به این رژیم نیاز به حرکتی هست که آرایش قوا رو در میان مردم به صورتی بسیار بالا و بالا
به هم دیگه پیوسته بده و به هم دیگه آرایش بده. اینجور نیست که همه مردم بریزن توی خیابون، بعد رژیم بریزه با اسلحه بزنه و سرکوب کنه، بعد دو روز بعد که به اصطلاح این اعتراضات خوابید بره در خونه ها رو بزنه، شناسایی کنه و تک تک اون کسانی رو که به اصطلاح فعالی بودن از توی این خونه ها بکشه بیرون و به زندان بکشه. ما این بحث رو بارها کردیم، باز هم میکنیم و هنوز هم ادامه میدیم. در جنبش ایران بانان سیاست بر این است بزن و دیده نشد، و ضمناً بایستی اون نقاط بسیار حساس و مهمی رو که به این رژیم ضربه میزنه بزنید. یعنی اگر بیای توی خیابون، بارها من این رو گفتم، اگر تمام مردم ایران بیان در خیابون‌ها بگیرن بنشینن، این رژیم بر اساس دستوراتی که از اجنبی گرفته و بر پیرو به اصطلاح اون پیوستگی سرکوب مردم، هیچ کاری به جز کشتار نمی کنه. و من این رو در رابطه با مسئله هندوستان من گفتم یک بار که علی‌رغم این که همه فکر می کنن که مبارزه مدنی به اصطلاح آقای مهاتما گاندی به پیروزی رسوند این مسئله رو، این مسئله آنچنان نیست. در حقیقت اون مبارزات مدنی 35 میلیون کشته در هندوستان به جا گذاشت تا اینکه قسمتی از همون مبارزه دست به اسلحه برد و در مقابل انگلیسی ها ایستاد و کار رو به اصطلاح به جای خطرناک کشید. آنها دیدن بهتر هست که با گاندی کنار بیان. بنابراین در رابطه با ایران هم ما این مسئله رو داریم. ببینید در رابطه با ایران این هست که باز هم مطابق همین صحبتی که یک نفر کرد که این حکومت به نفع اسرائیل هست، بایستی من بگم که اتفاقا صحبت این ایشون، نامشون رو من متاسفانه متوجه هستم، آقای خورسندی ایشون برادر حاجی خورسندی هست. بله مانی خورسندی، منصور خورسندی، بله مانی. بله چند مرتبه به من هم مطلق گفتن. کارش مطلقه، اینا خانوادتا طنز میگن و مطلقه. بله حقیقت رو هر کسی که گفت بایستی پذیرفت. ببینید هیچ دولتی نمیتونه در یک کشور به نفع مردمش باشه، این چه در رابطه با این دولت، چه در رابطه با سیستم قبلی در ایران، چه در رابطه با هر دولتی در هر کشوری صادق هست. هیچ دولت، هیچ حکومتی نمیتونه به نفع مردمش باشه زمانی که مردم خودش رو سرکوب میکنه، ارتشش درون مرزی هست نه برون مرزی. اینی که میگن میریم نمیدونم سوریه مبارزه میکنیم یا در عراق هستیم و فلان، اونها اونا بحثای دیگری است. ولی تمام دستگاه سرکوب اینها برای سرکوب و خاموش کردن مردم ایران هست. اینها انحصار علمی رو در اختیار اجنبی گذاشتن به این ترتیب که هرچی مغز در ایران هست فراری دادن، و این اون یک سپایه‌ای هست که بیگانه و ارباب‌های اینها می‌خواد. در حقیقت ارباب‌های اینها بیش از 50% منابع ایران رو در دست دارن و همین آخوندها اونها رو دو دستی تحویل اینها دادن. مثال براتون بزنم، این رو قبلا هم اعلام کردم، اون میادین گازی که در شمال انگلستان در حقیقت 50%ش مال مردم ایران بوده، یعنی مال ایران بوده، همین آقای روحانی در چند سال گذشته درست برابر همون قراردادهای رضا قلدر و بزدلی به همون ترتیب با دریافت 12% از سود در اختیار انگلیس گذاشت، در صورتی که 50% اون امکانات با استعمال مردم ایران می بود. بنابراین در رابطه با این انحصارات علمی که اینجوری دارن عمل می کنن، دانشمندهای ما رو فراری دادن، اینی که یک جاهل به اصطلاح حمار رو به عنوان نمیدونم آقای دانسته انرژی اتمی معرفی میکنن، بعد اسرائیل میاد تمام به اصطلاح تمام اطلاعات اینها رو برمیداره سوار کامیون میکنه و میبره، نشون دهنده عمق عقب ماندگی اینهاست و تلاش اینها برای بازنگاه داشتن عقل در ایران. بعد میرسیم به مسئله انحصار اقتصادی و انحصار سیاسی. انحصار سیاسی هم که شما دیدید یک سازمانی که در مقابل این رژیم بیسته اجازه فعالیت نداره، بنابراین به عنوان طرفدار رژیم های بیگانه، حالا چه اسرائیل باشه چه آمریکا چه اتحادیه اروپا، اینها در حقیقت دارن به بهترین وجه کار میکنن و مدافع منافع بیگانه هستن. در رابطه با مسئله اقتصادی هم که تمام کارخونه ها رو یکی پس از دیگری ورشکست کردن. ما یک کارخونه داشتیم در نزدیکی های شیراز، اگه یادتون باشه آزمایش و این چیزا رو تولید میکردن،
بله. آخرین عکسی که من از اینها دیدم تمام انبارها خالی، یعنی تمام دستگاه ها از این به اصطلاح کارخونه بیرون رفته و این رو تبدیل کرده بودن به انبار به اصطلاح نگاهداری از احتکار سیب زمینی و پیاز. یعنی چقدر واقعا این، یعنی بهتر از این رژیم و رژیم پیشین به بیگانه نمیتونه کسی خدمت بکنه. در حقیقت همونجور که من بارها گفتم، آنچه را که شاه نکشت اینها کشتند، آنچه را که او نتوانست از بین ببرد اینها از بین بردند. بنابراین اینها بهترین خدمتگزاران برای اسرائیل، برای آمریکا، برای کشورهای بیگانه، ولی کمترین کمک کن به مردم ایران بودند. این در رابطه با اون مسئله. ما میریم در رابطه با، بنابراین در رابطه با جنبش مردم ایران، حرکت ما هنوز ادامه داره. من یک مثال برای شما میزنم. چند وقت پیش یک هموطنی رو که آمده بود در قسمتی از لرستان بر سکوی ایستاد و اعلام کرد جمهوری ایرانی زندگی انسانی، آقای حبیب فدایی، ایشون رو گرفتن و بردن و زندانی کردن و چند روز بعد با دست خودشون بر اثر فشار و همکاری اقوام قشقایی و لر در منطقه مجبور شدن آزاد کنن. در حقیقت این اتحاد اقوام هست که نیرو هست، چون رژیم تا که میتونه هی پشت سر هم مأمور رو به اصطلاح تفنگچی بفرسته بعد از دوباره درن و فرار کنن و غیره. دیدن نخیر آقا، بهترین کار این است که کنار بیان، تسلیم بشن و ایشون رو آزاد کنن. و ایشون هم آزاد شد و اتفاقا در برابر اون زندانی که ایشون رو آزاد کردن و آوردن بیرون، اولین کاری که کرد سپاسگزاری کرد از برادران قشقایی برای همکاری و فشار برای آزاد کردن ایشون. بنابراین اتحاد اقوام رو ما در عمل هم در جنوب هم در گرد هم آوردن به اصطلاح کارگرانی که فشار زندگی بر رویشون هست به وجود آوردیم، بلکه در بین مردم و در بین اقوام هم ریشه رواندیم و این کار بایستی ادامه پیدا کنه. اما مادامی که اسلحه در دست رژیم هست، مادامی که این رژیم آزادانه افرادش در خیابونها میگردن، مادامی که کمک کسانی چون سلطنت طلبه ها، ببینید داد و بیداد و شیون و نمیدونم فلان که مردم رو بکشن توی خیابونها و اینها شناسایی بشن در برابر رژیم، و اینی که بسیجی ها و پاسداران رژیم آزادانه در بین اینها بگردن بدون اینکه شناسایی شده باشن، در حقیقت مهره های مبارز مردم رو هرچه سریعتر بشناسن، این به ضرر مردم ایران هست. و هر کسی که در این راستا کار میکنه و علارغم بارها فشار ما بر اونها که آقا نکنید این کارو، این مبارزه، مبارزه یک ملت بی سلاح در مقابل یک درنده به اصطلاح نامرد و ضد انسانی هست که کرامت انسانی اصلا براش ارزش نداره، به کودک تجاوز میکنه، به مادر خودش تجاوز میکنه، به زنهای مردم تجاوز میکنه و جز این چیزی از دستش برنمیاد، کمان که در افغانستان هم الان متاسفانه همونجور شده. علارغم این فشارهایی که ما میاریم و این صحبتهایی که میکنیم، اینها به هیچ وجه حاضر به پذیرش نیستند و به محض اینکه این دیگ به اصطلاح به جوش میاد و مردم حالت اعتراضی پیدا میکنن و میریزن توی خیابون، به جای اینکه راه درست رو به مردم نشون بدن که آقا نگذارید شناسایی بشید، بلکه به جای این یک حرکت پیوسته، آراسته و به اصطلاح تنظیم شده و سیستماتیک رو ایجاد بکنید، به جای اون باز وارد بندشو میشن و با فریادهای که همکاری است در حقیقت با رژیم، دست به دست رژیم بر علیه مردم و در مقابل مردم میستن. در حقیقت اون قسمت از اپوزیسیون سلطنت طلبه و مجاهد هم متاسفانه جز اون راهی نداریم و به هر کسی که دفاع میکنه از اسلام و تلاشش استیلای اسلام هست، بنده اینجا مثلا اهانت به مذهب مردم نیست، بلکه درگیری من هست با به اصطلاح مذهبی که 1400 سال هست ما رو اسیر و به اصطلاح خودش کرده و بدبختی و عقب ماندگی در درون ایران هم بر اساس همین مذهب هست. بسیار ممنون آقای نیساری. شما و دوستان قبل از انتخابات مردم رو تشویق به تحریم انتخابات کردید. انتخابات انجام شد. من در همون موقع هم از دوستان میپرسیدم خب آمریکایی‌ها میگن، احتمالاً شما هم شنیدید، این میگن then what، بعدن چه اتفاقی میفته؟ الان ما اون اتفاق رو دیدیم. تمام 4 تا قدرت، چون تو ایران دیگه 3 تا قدرت نیست،
مقننه و اجرایی و قضاییه. چهار قدرت هست، یکی هم رهبریه که هیچ کس هنوز نمیدونه وظیفش چیه، مسئولیتش چیه، اصلا مسئولیتی قبول میکنه یا نه. چهار تا قدرت الان دست تندروا هست. شما اگه برگردیم به قبل از انتخابات بازم تحریم میکنی؟ ببینید، من این مسئله رو سعی کردم قبلا توضیح بدم و فکر میکنم که اتفاقا یکی از دوستانی که برنامه شما رو نگاه میکرد هم یک هم باز این پرسش رو ابراز کرد و گفت که من کوتاهی کردم در پاسخ به شما، بنابراین الان کاملش میکنم. ببینید، هیچ تفاوتی بین این رژیمی که در حال حاضر سرکار هست با رژیم پیش از انتخابات نیست. هیچ تفاوتی بین اصلاح طلب، اصولگرا، عوامگرا، هر چیزی که بگید و گونه های به اصطلاح مختلف و دسته های مختلف درون رژیم با کسانی که الان در سردم کار به اصطلاح دستگاه دستشون هست، هیچ تفاوتی بین اینها نیست. بنابراین درخواست ما از تحریم انتخابات در آن روز که امروز هم همون درخواست خواهد بود، ترس ما از یک پارچه شدن اینها نیست، چون اینها یک پارچه بودن از همون سال 1357، یک پارچه بودن از همون زمانی که دولت‌های بیگانه لیست کسانی رو که بایستی کشته می‌شدن، لیست کسانی رو که بایستی به اصطلاح به مرور زمان جارو می‌شدن از صحنه انقلاب ایران رو به دست اینها دادن. و بنابراین هیچ تفاوتی بین اینها در امروز، در سال پیش، در 10 سال پیش، در 40 سال پیش، هیچ تفاوتی بین اینها از جانب ما نیست. و پاسخ ما هم به مردم ایران همین است: هر کسی که فکر کنه بین این به اصطلاح سیستم فعلی انتخابات و قبلی تفاوتی هست، سخت در اشتباه است. بنابراین ما از این دیدگاه نگاه میکنیم و درخواست ما از مردم و به اصطلاح شمارش اون سرشماری این بود که ببینیم چند درصد از مردم ایران طرفدار اینها هستند و چند درصد نیستن. و همونجور که در قبل هم توضیح دادم، البته یک نفر از همین ها احمق در اومد در همین چند روز پیش اعلام کرد 85% مردم اومدن رای دادن. ما مطابق آمارگیری که چه در خارج کردیم چه در داخل ایران کردیم، کل کسانی که میتونستن در ایران به اینها رای بدن بر اساس آماری که گرفتیم 3% بوده، در خارج کمتر از 0.1% بوده، و حتی اونی که در داخل ایران هست بایستی حساب بکنیم اون 3% که رأی دادند چه تعدادی رأی منفی و یا فقط ضرب در کشیدن به خاطری که مهری که شناسنامه‌شون بخوره، حالا یا ارتشی بودن یا هر چیزی که بودن، رفتن رأی دادن و آمدن بیرون. و این در حقیقت شکست این رژیم رو میرسونه، اما شکست اما ثابت میکنه که مردم ایران به هیچ وجه این رژیم رو قبول ندارن و نمیپذیرن، و بنابراین ما رو در حرکتی که داشتیم مصمم‌تر میکنه. و مردم ایران حالا بایستی منتظر این باشیم که کار بعدی ما چی هست. کار ما ریختن در خیاب، ما بایستی تفاوت بگذاریم بین آرایش قوای ما. حساب کنید، شما خودتون سرباز بودید در تیپ زرهی، یادم نمیاد گفتید در زرهی بودید یا در هوانیروز بودید. من هم زرهی اهواز بودم، هم زرهی کرمانشاه بودم و هم تیپ هواورد شیراز. ما در ارتش و در یبانهایی که استفاده میکنیم و در مناطق جنگی، از ستون گرفته، از به اصطلاح یک گروه گرفته که حالا ممکنه 10 تا 20 نفر باشن، که تفنگچی داریم، کمپاره انداز داریم، نمیدونم مسلسلچی داریم، فلان داریم، از اون گرفته تا به اصطلاح یک لشکری که برسیم، هر کسی در جای خودش، از اون کسانی که در جلو جنگ مبارزه میکنن با اون کسایی که از پشت مثلا تانکی که یا مثلا توپ‌اندازهایی که از پشت تو میندازن یا به اصطلاح تانکی که راه رو بایستی باز کنه و بره جلو، هر کسی در جایگاه خودش هست. بنابراین نباید انتظار داشت از مردمی که در خیابان آمدن و اعتراض مدنی میکنند اینها کسانی باشند که مثلا رژیم رو از کار بندازن، ولی در جای خودشون کار مثبت رو دارن انجام میدن. خب آقای نیساری، ببینید بی خود نیست که اون دوستتونم به شما گفته جواب سوربی رو کامل ندادید. ببینید، شما یه جا میگید که قرار نیست مردم نافرمانی مدنی کنن، احتیاج به توپ و تانک و اسلحه داریم. یه جا میگید قرار نیست مردم بیان بیرون شناخته بشن. بعد بلافاصله میگید مردم میان بیرون
و خود به اصطلاح چیز هم گفتن که این شایعاتی که یا این شعارهایی که را میندازن رضا شاه روحت شاد توسط سپاه پاسداران پخش میشه که بعد بتونن فیلم بگیرن و یه بیچاره ای رو وقتی اسیر میکنن میبرن بهش نشون بدن بگن نگاه کن تو گفتی رضا شاه روحت شاد، در صورت که من فکر کنم اگه یه حرکتی باشه الان اون حرکت نمیاد شعار رضا شاه روحت شاد رو بده. میدونید یه شعاری میدن که همه با هم یه چیزی رو بخوان، یعنی وجوه مشترک. بله اتفاقا بله. بحث ما همین هست، نمیدونم شما این رو دیدید یا نه، فیلمی هست از یک نفر از خود بسیجی ها در کیش در یک میدان کوچکی چند تا بنر دستش گرفته روش نوشته جاوید شاه نمیدونم فلان بلان و دور این میدان میگرده شعار زنده باد شاه و جاوید شاه رو میده، یک سرباز بسیجی هم اون طرف ایستاده فقط به این نگاه میکنه، در صورتی یک دختر ما لچک رو از سرش در میاره بهش هجوم میبرن لگدش میزنن میکشن میبرنش توی ماشین و درست میگه بله این شعارها رو خود رژیم میده و بحث ما اتفاقا همین است و من منظورم رو بازتر میکنم، درخواست ما از مردم این نیست که بیان توی خیابون مثلا شعار فلان، این شعارها به جایی نمیرسه، مردم بایستی در هسته‌های به اصطلاح مشخص این رو بارها گفتیم بزن و دیده نشو شناسایی کنن تمام افراد دشمن رو، یعنی در حقیقت به اون جایی که بعدها خواهیم رسید که مردم بیان توی خیابونها کاملا میشناسن کسانی رو که با رژیم هستن، یعنی ما هنوز به اون حد نرسیدیم. اگر همون جور که بارها گفتم باز تکرار میکنم، اگر تمام مردم ایران بیان توی خیابون بشینن و همه هم فقط یک شعار رو بدن و بگن مرگ بر نمیدونم خامنه‌ای نمیدونم نابود با جمهوری اسلامی، باز این رژیم به دستور اربابش اینها رو به گلوله میبنده و تارتونوس میکشه، کما اینکه همون ارباب ها در هندوستان 35 میلیون رو کشتن، اون موقع جمعیت هندوستان شاید 180 میلیون بود، یعنی یک شیشم جمعیت رو اینها از بین بردن، بنابراین در ایران هم اگر دستشون برسه اینجا یک شیشم که چه عرض کنم از این رژیم صفات و دست نشانده بیشتر از اینها انتظار بدی هست، بنابراین میکشه و ما به جایی نمیرسیم، بحث ما درست همین هست. ولی ببخشید آقای نیساری، هندی ها در مقابل انگلستان بودن، ایرانی اگر قرار باشه در مقابل ایرانی خواهد بود و شما خودتون میگید طبق آمار 3% ممکنه با اینا باشن. بله. آخه میدونید اعداد، شما مهندسید همش با اعداد و ارقام کار میکنید. بله. نمیخونه، یعنی اگر ببینید اون کسی که میگه جاوید شاه کسی باش کار نداره، به نظر من اینو اتفاقا برای دوستان سلطنت طلب بفرستید بهشون بگید که 90% مردم ایران منتظر شاه هستن، آقا رضا رو بردارید ببرید. اینو من به مجاهدین میگم وقتی چونه میزنن میگم شما چرا میگی 90%، من به شما میگم 99% مردم منتظر مجاهدین هستن، دو کار انجام بدید، اولا برید رجوی مرحوم رو پیدا کنید، دوما من ببریدش ایران. شما وقتی مثال انگلستان و هندوستان رو میزنید در مقابل ایران که مردم با مردم خواهند بود، اون به نظر من، و الان شما پیشنهادتون اینه که مردم بیان بزنن و در برن. من این رو باز میکنم. ببینید تعداد سربازان انگلیسی در هندوستان، در کل هندوستان، یعنی یک جمعیت 200 میلیونی تعداد سربازان، شما خودتون که ارتش بودید، از 20,000 تجاوز نمی‌کرده، از 20,000 ما بقیه سربازها که مردم رو می‌زدن و می‌کشتن سربازان هندی بودن. در حقیقت آخر کار وقتی خود مردم هندوستان در مقابل همون سربازهای هندی ایستادن مسئله به نتیجه رسید. ضمناً من میگم 3%، این 3% 85 میلیون رو اگر حساب بکنیم میشه یک چیزی نزدیک 2,550,000 مثلا هزار نفر. من گفتم که همه اینها رأی به این رژیم، رأی موافقت ندادن، خیلی هاشون هم حتی ضربه در زدن، بنابراین برمیگرده به بسیجی ها، به سپاهیانی که کشته و مرده اینا هستن، به خانواده خود علما، حالا باید بگم جزما نه علما، احمق ها و آخوندهایی که حاضر هستن برای اینها دست بسته بگیرن و علی رغم همه اینها در مقابله با
اینها باید ایستاد و ضمناً جنبش ایرانبانان این رژیم و هر کسی رو که از این رژیم دفاع میکنه اجنبی به حساب میاره و بیگانه به حساب میاره. هیچ ایرانی بر روی ایرانی دیگر اسلحه نمیکشه، هیچ ایرانی ایرانی دیگر رو به خاطر داشتن عقیده مخالف نمیکشه، هیچ ایرانی فرزند ایرانی دیگری رو مورد تجاوز و آزار قرار نمیده، چه رسد به شکنجه و کشتار غیره. بنابراین ما اینها رو بیگانه به حساب میاریم و برای من ایرانی، برای من قشقایی هیچ تفاوتی بین اینها و یک اجنبی بیگانه از کشور دیگری آمده، حالا از هر ملتی که میخواد باشه، به هیچ وجه نیست. و مادامی که مردم ما این رو نشناسن و فکر کنن که ایرانی در مقابل ایرانی نیسته، ما متأسفانه راه خطا میریم. این حرف شما درست است که در بین اینها بله یک چند نفر ایرانی که هم زبان من هستند و در کشور من به دنیا آمدن با اسلحه در مقابل ما این نیستن، ولی جنگ همینه. نیمی از آمریکا در مقابل نیمی دیگر از آمریکا ایستاد که به اصطلاح از برده‌داری گذر کنه و ایران هم هیچ چاره‌ای نداره که کسانی رو که با چنین اهریمن‌هایی و با چنین دست‌نشانده‌هایی و با چنین خودفروش‌هایی طرف هست، طرف بشه و اینها رو از پا بندازه. اگر لازم هست بایستی در مقابل اینها ایستاد و به نظر من هیچ راه دیگری نیست. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم ما شما رو بیشتر داشته باشیم. احتمالاً بعضی وقتا به خاطر تابستون و مسافرت و اینها دوستان رو مشکل میشه پیدا کرد، ولی شرایط خاصی که ایران داره و الان همسایه افغان به اصطلاح شرقی افغانستان این شرایط رو داره، لازمه که دوستان بیشتر صحبت کنن تا مردم بدونن که چه باید کرد. خیلی ممنون که با ما بودید، برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم و به امید اینکه موفق باشید و سلامت و شاد. سپاس از وقتی که من ببندم. زنده و پیروز. مرسی دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم. من صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، یه بار دیگه هم بهتون نشون میدم، با خودشون مستقیما تماس بگیرید اگر صحبتی، سوالی، نظری دارید. اجازه بدید من از آقای زمانیان یک بار دیگه تشکر کنم، چون ایشون پیشنهاد داده که ما مثل تلویزیون‌های دیگه در رابطه با اون یوتیوب و تایتل و تیتر و اینها یه چیزی بنویسیم. جواب من به ایشون اینه که اونها درباره یه موضوع صحبت میکنن، 8-9 نفر رو جمع میکنن میارن، شما نگاه کنید دیگه اصلا می‌نویسه برنامه هفتگی نمیدونم گفتار با کفتارها، 8-9 نفر میاره میشینه اونجا. ما از این بالای کاغذ که میخوایم تایتل انتخاب کنیم میخونم، میگم کدومشو بنویسم، بعد میگم این مهمتر از اینه، بعد میگم نه این مهمتر از اینه، این مهمتر از اینه. در هر صورت امیدوارم شماها با پخش این برنامه ها به دوستانتون به اصطلاح این زحمت رو بکشید تا بیشتر پخش بشه. ضمن این که حقیقتا من نه دنبال سودی هستم از این برنامه و هر کاری هم که ما انجام دادیم که بلکه بتونیم چند نفر رو، چه از دوستانی که لطف میکنن با این همه زحمت $50 $100 میفرستن، ازشون بعد خواهش میکنم آقا شما اگه ماهی $10 بدی ولی دائم باشه ما برامون بهتره تا یه دفعه شما $100 میدی $50 میدی، ولی نیست، نمیدونم چرا یه چیزی اینجا رانگه. به قول معروف من بیزینسمن خوبی نیستم. بازم از یکایک شما ممنونم. اگه این برنامه روی یوتیوب میبینید، الان ما یک آپشن یا یک گزینه به نام جوین داریم که میتونید اونجا هم کلیک کنید و چیزای مختلفی گذاشتیم، اونا رو انتخاب کنید از ماه 3 و 99 تا ماه 99 و 99. باز هم تشکر و برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه آقای حسن ارشاد. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بودید.